پای شما هستیم در روز سه‌شنبه 11 ماه اسد یا مرداد ماه سال 1401 خورشیدی، همزمان با 2 آگوست 2022 میلادی. امشب دیدید خیلی سر وقت شروع کردم، خیلی سریع من خبرها رو بخونم. دو تا مهمان عزیز داریم، چون در ادامه هم مهمان ها رو دعوت می کنیم من وقت کمتری می گیرم و کمتر صحبت می کنم. سرکار خانم سیاره دشتی، ژورنالیست و روزنامه‌نگار افغانستانی، و همسر شهید دشتی از چهره های اصلی مقاومت، هم در دور اول که ایشان از یاران شهید احمد شاه مسعود بودند و هم در دور دوم که اولین سخنگوی مقاومت بودند، با ما خواهند بود و در مورد موضوعات اصلی بحث امشب، یعنی ترور ایمن زواهری و همچنین ماجرای عملکرد طالبان نسبت به شیعیان صحبت خواهند کرد، و در ادامه در خدمت استاد بزرگوار جناب مولوی حبیب الله حساب، رئیس مجمع علمای افغانستان هم خواهیم بود. من خیلی سریع چند خبر رو که انتخاب کردم بخونم. بعضی از اخبار مربوط به مقاومت هست که میگذارم برای موقعی که بتونیم ارتباط بگیریم با دوستان مقاومت. همچنان بعضی از نیروهای دولت قبلی دارن برمیگردن به افغانستان. احمد ولی هوتک سفیر پلیس در وزارت داخلی دوره اشرف غنی برگشته و آقای حقانی، سراج الدین حقانی، خلیفه طالبان، دستار عزت به سرش بسته. ببینید سربازها رو اینا میکشن، سربازهای عادی ارتش سابق رو میکشن، ناپدید میکنن، بعد این آدمها رو میان و عزتشون استقبال هم میکنن. در همین ابتدا هم خواهش میکنم ازتون اگر همزمان میتونید ما رو در یوتیوب و اینستاگرام ببینید، ترجیحاً از یوتیوب ببینید، اونجا حرفه‌ای‌تر کار ارائه میشه. نکته دیگه این که کمک کنید بقیه مطلع بشن که این لایو مهم داره برگزار میشه، چون این اطلاعات رو جای دیگری پیدا نمی کنید. شیر بکنید، استوری می کنید، من نمی دونم، یک کاری بکنید بقیه رو مطلع بکنید. در کابل دکتر طالب حسین شیرزاد، مدیر نرسینگ بیمارستان استقلال در منطقه کارت 3 شهر کابل، ایشان ترور شده و طبق معمول هیچ کس مسئولیت به عهده نمی گیره. اغلب اینها با توجه به اینکه به نظر میاد هزاران باشه، ایشان اینها رو خود طالبان مشکل دارن باهاشون میکشن و بعد هیچ مسئولیت هم به عهده نمی گیرن. کما اینکه یک مؤذن رو، مؤذن مسجد ابوبکر صدیق رو در کارته 9 شهر کابل باز توی همین روزها سر بریدن و هیچ کس هم باز مسئولیت به عهده نگرفته. مؤذن مسجد ابوبکر صدیق کارت 9 کابل. آقای کاظمی قومی گفته که بعد از درگیری در منطقه هیرمند که 2-3 روز پیش بود، ما هم یک لایوی رفتیم، یه جلسه با حضور نمایندگان ایرانی و وزارت دفاع طالبان برقرار شده. از این جلسات زیاد گذاشتن برای آب، برای مرز، میبینن که طالبان اهمیتی نمیدن. عجیبه برای من که باز اینا دارن ادامه میدن، متوجه نیستن که این شرارت هست. وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته کنکور بعد از ماه سنبله، یعنی بعد از شهریور برگزار میشه، تاریخ دقیقشون نگفته. وزارت کشور ایران گفته طالبان باید نیروهاشون رو در مورد محدودیت مرزی آگاه کنن. اینا تلقیشون اینه که طالبان نمیفهمن، مرز رو نمیشناسن. آقا یک بار نمیشناسی، دو بار نمیشناسی، 8 بار این درگیری به وجود اومده. اینا دنبال بهانه برای ایجاد آشوب و درگیری. حکومت های ملوک و طوایفی جزایر قدرتی هستند که آماده درگیری هستند. عجیبه این درک هنوز در بسیاری از مسئولین ایرانی نیست، یا نمیخوان واقعا اینو اعتراف بکنن. خانم رولا غنی اعلام شده بود که براست یک سخنرانی بکنه در مورد توانمندسازی زنان افغانستان در امریکا، اما یه حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان در واکنش به سخنرانی ایشون، او رو همسر رئیس جمهور فراری خوانده و گفته که او منفورترین زن
تاریخ افغانستان هست. آقای صالح بعد از اینکه پهپادها یکی دو روز پیش در یک شنبه حمله کردن به سه محل اقامت در کابل، مدعی شد اینا پاکستانی هستند، و بعد از اینکه هشدار تبلیغ عثمانی رو جدی نگرفتن انجام شده که در ادامه معلوم شد این تحلیل درست نیست. یه تعداد دیگه از دوستانم مدعی بودند که اینها پاکستانی بودند، اما تحلیل دقیق نبود. آقای نبیل هم ابتدای تحلیل درستی کرد. به هر حال گفتگوهای صلح طالبان پاکستانی با میانجیگری طالبان افغانستان با بن‌بست روبرو شد، اینا همه میدونن. جو بایدن دیروز اعلام کرد در امریکا که عملیات هوایی پهپادهای امریکایی در کابل موفقیت آمیز بوده و ایمن از ظواهر رهبر القاعده کشته شده. او گفت عدالت اجرا شده، این رهبر تروریست دیگه وجود خارجی نداره. در این باره مفصل حرف میزنیم، هم با سرکار خانم سیاره دشتی و هم با مولوی صاحب حسام. این بخش از سخنرانی آقای بایدن رو هم براتون پخش خواهیم کرد. ارتش افغانستان، ارتش پاکستان عذر میخوام اظهار کرده که اطلاع داده یک فروند چرخبال نظامی این کشور با 6 سرنشین که فرمانده سپاه کویت هم جزوشون بوده کلا ناپدید شده. 2 روز این خبر رو دادن، هنوز هم نگفتن که آیا پیدا شده، سقوط کرده، دزدیده شده. و به دنبال کشته شدن رهبر القاعده در کابل، خانم لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه امریکا گفته که افغانستان پناهگاه تروریستان جهانی شده. بلینکن وزیر خارجه امریکا یا گفته که طالبا به دنیا اطمینان داده بود که اجازه نمیده خاک افغانستان توسط تروریست ها برای تهدید امنیت کشورهای دیگه استفاده بشه، اما معلوم میشه که دروغ گفته. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا مرگ از زواهی رو گامی به سوی جهان امتر دانسته. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی هم پیام وزارت امور خارجه عربستان رو پخش کرد که از کشته شدن رهبر القاعده توسط پهپادهای امریکایی استقبال کرده. همچنین جناب آقای علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت بعد از این اتفاق گفته که افغانستان بار دیگر پناهگاه امن القاعده شده است. و آقای نبیل مسئول سابق امنیت ملی افغانستان گفته که سراج الدین حقانی بعد از مرگ از ظواهری از کابل فرار کرده. اخباری داشتیم که او به استانهای شرقی رفته. اوباما هم استقبال کرده از این مسئله و گفته ریشه کن کردن تروریسم بدون جنگ در افغانستان امکان پذیره. و معلوم میشه که در زدن آقای الظواهری هم جمهوری خواه ها و هم دموکرات های امریکا فعلا نظرشون یکیه، اما کاملا مشهوده که دموکرات ها از این ماجرا در انتخابات های پیش رو حد اکثر استفاده رو خواهند کرد. علت انجام این عملیات در این زمان به باور من همین بود که این بهره‌وری تبلیغاتی رو برای انتخابات ببرند. مسعود اندرابی وزیر پیشین داخلی افغانستان هم گفته کشته شدن رهبر القاعده در کابل نشون میده که رابطه طالبا با تروریستان منطقی و بین‌المللی چقدر عمیق هست. از اندرابها همچنان خبر داریم که مردم دارن آزار میبینن، کوچ داده میشن، تنبیه میشن. یک مرد لال رو در اندرابها به شدت خبر داریم که کتک زدن بدون هیچ جرمی، بازداشت کردن طالبا و بعد به شدت رو کتک زدن. یک درگیری هم میان طالبا و جبهه مقاومت در خنج پنجشیر اتفاق افتاده که 4 نفر از طالبا در این درگیری کشته شدن. آقای ثروت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت این خبر رو اعلام کرده و گفته 2 اسلحه اونها هم به غنیمت گرفته شده. بعد از حمله پهپادها به محل اقامت از الظواهری در کابل هم عکس‌هایی از اونجا منتشر شد که نشون میداد به شدت اونجا رو تحت کنترل گرفتن و اجازه نمیدن هیچ کس نزدیک بشه به اونجا. عکس‌هایی هم که از اونجا منتشر شد عکس‌های جالبی بود، نشون میداد حتی خود ساختمون رو هم طالبا چادر پوش کردن. میبینید تمام ساختمان رو پوشیدن و
اجازه نمیدن کسی نزدیک بشه. عکس هایی هم که قبل از این منتشر شد نشون میداد که حمله اونقدر دقیق بوده که حتی پنجره های ساختمان آسیب ندیده بود. یعنی شما ببینید این عکسیه که بعد از حمله امریکایی ها به محل اقامت آقای ایمن زواهری در کابل، در شیرپور کابل منتشر شده. پنجره ها حتی آسیب ندیدند، یعنی خیلی حساب شده شلیک انجام شده و این آدم رو کشتن. خب قبل از این که ما خانم دشتی رو اضافه بکنیم، من تلاش میکنم یه تماس بگیرم با دوستان مقاومت در پنجشیر، اخبار امروز رو بشنویم، بعدا خانم سیاره دشتی رو اضافه میکنیم و در ادامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای مولوی حبیب الله حسام خواهیم بود. امیدوارم که بتونیم ارتباط بگیریم با بچه های پنجشیر. جناب آقای صامع مدبر این دوست ما برای اولین بار هست که به لایو های ما میاد. امیدوارم که ارتباط برقرار بشه، شماره ای که عزیزان مقاومت دادن، و بتونیم با آقای مدبر صحبت و گزارش های لازم را از پنجشیر بگیریم. اخبار امروز افغانستان رو، گزارش های پنجشیر رو، اینها رو بتونیم بگیریم. سلام آقای مدبر. سلام، سلام آقای جعفریان، خدمت شما. صدای من خوبه؟ واضح میشنوی؟ بله بله بشن. بفرمایید بزرگوار، چه خبر بوده این چند روز؟ اگر از استانها و ولایات دیگه هم خبر دارین، از کابل خبر دارین، اون خبرها رو هم بگین. به طور خاص از مقاومت و پنجشیر اگر اخباری دارید بفرمایید، میشنوید. اول از همه جناب جبران سلام تقدیم میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خبر از جبهه مقاومت و پنجشیر یست که روز گذشته گروه طالبان صدها تن از نیروهای خود را به قرارگاه سارک مستقر کردن و در اینجا مردم محل گفتند که باید از خانه های خود کوچ بکنن و از روستا را ترک بکنن و روستا را تخلیه بکنن، که این کار قبلا هم در منطقه گلزنگر و مرشتان انجام داده بودند، که مردم را تهدید کرده بودند که باید از خانه های خود برن و کوچ بکنن. و همچنان روز گذشته در درگیری نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان و گروه طالبان در دری خاووش از شهرستان های خوست که یک درگیری صورت گرفت، که در این درگیری 4 تن از گروه اشغالگر به هلاکت رسیدند و بدبختانه که 2 تن از نیروهای قهرمان جبهه مقاومت ملی که یک پسر و یک پدر بود و شهادت رسیدن. و خبر دیگری که روز گذشته گروه طالبان تلاشی خانه به خانه را در دری عبدالاخیر و دری آبشار انجام دادن، که دری تلاشی ها و مردم بسیار اذیت کردن و مردم از خانه های خود بیرون کردن و چندین خانه و چندین روستا را تلاشی کردن و مردم ملکی را دستگیر کردن. بعد از لطو کوب زیاد و شکنجه زیاد به محلات نامعلوم انتقال دادیم، که فعلا سرنوشت آن کدام اطرایی به دست ما نیست. و خبر دیگه این است که گروه طالبان در استان در قریه آستانه که از مربوطات مرکز ولایت پنجشیر میشه، 14 خانه مسکونی افراد ملکی را پایگاه نظامی ساختین که دوج نیروهای خود مستقر کردین و مردم اجازه خود داخل شدن به قریه نمیتن. چندین مردم ملکی از قریه را بازداشت کردیم و زندانی کردیم، که فعلا در اسارت خود گروه طالبان این نفر را به سر میبرن و اصلا نوشتی آنها کدومترهای را دست نیستن. و همچنان خبر دیگه ای است که گروه طالبان دین روز یکی از بلای نظامی قبلی را در شهر کابل در منطقه پهمان بازداشت کردن، و که فعلا از سرنوشت هم دقیق معلوم نیست که با کجا بردندش و سرنوشتش چی میشه خلاصه. و
درگیری امروز نیروهای جبهه مقاومت ملی در صبح امروز ساعت 9 بجه در مربوطات قرارگاه شابه آغاز شد که در این درگیری خوشبختانه 4 تن از نیروهای اشغالگر کشته شدند و مواد تجهیزات نظامیشان به دسترس جبهه مقاومت ملی قرار گرفته است. خبرهای جدید از جبهه مقاومت ملی دیگه کنم خبر جدید نیست و دیگه نیروهای چریکی جبهه مقاومت ملی دین روز تا یک حمله هدفمند در قرارگاه فراج در مربوطات قرارگاه فراج در منطقه دربند یک عملیات انجام دادند که در این عملیات 4 تن از نیروهای اشغالگر به هلاکت رساندند. آی مدبر، هر از گاهی تو فضای مجازی یک حول و بلای یک اخبار دروغی وایرال میشه در مورد مقاومت. این دو سه روز هم من میدیدم یک اخباری از خوست و از خوست ها و اندراب ها میومد مبنی بر این که اونها دوچار مشکل شدن و قماندان بریاله سنگین و آقای خیرخا از کوه پایین اومدن تسلیم شدن. شما درباره این اخباری که داره دست به دست میشه در گروه های مجازی هیچ منبع درستی هم نداره اطلاعاتی دارید؟ تکذیب میکنید؟ چیز دقیق خبری میفرمایید؟ نیروهای جبهه مقاومت ملی قراری نیست که بیان و به گروه اشغالگری که خاک و ناموس مردم اشغال کردن و به هیچ کسی بالای کسی رحم نمی کنن تسلیم شون و کسایی که در کومی برن اینها خاص هدفشون آزادی است، خاص به خاطر رضای الله می جنگن و قرار نیست که بیان به کسایی تسلیم شون که اصلا هدفشون مشخص نیست، دست نشانده کشورهای بیگانه هستند و این خبرهایی که پخش میشه در صفحات اجتماعی کاملا بی اساس است و منبع مصدق فعلا نیست که تایید کنه این گپ و تا جایی که ما میدانیم گپ دقیق نیست. این ارتباطی که شما با آقای سنگین و آقای خیرخا دارید پس تکذیب میکنید؟ دروغ این خبر؟ بله بله، این یک دروغ بیش نیست. بسیار خوب، ممنونم. در پنجشنبه مراقب خودتون باشین. اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه که ما خداحافظی میکنیم. ممنون شما آقا جعفریان، تشکر. باشید، مراقب خودتون باشید. انشالله در شبهای بعد هم بتونیم صدا تا بشنویم. خدا نگهدارت. به بقیه دوستان، آقای سالار آزادی، جناب آقای آزاد حداد، بقیه همسانگرات هم سلام برسوند. خدا نگهدارت. خب دوستان من، شنیدید صدای آقای سامان مدبر رو و اخباری که از جبهه مقاومت دادن. من بلافاصله سرکار خانم سیاره دشتی رو اضافه میکنم در ابتدا که در خدمتشون باشیم. حدود 1-20 دقیقه ما مزاحم ایشون خواهیم بود. البته یک لایو مفصل ما با خانم دشتی خواهیم داشت. ما داریم نزدیک میشیم به سالگرد شهادت شهید دشتی. حالا فکر میکنم 4 سپتامبر هست. ایشون رو که اضافه کردم میپرسم ازشون. در اون شب ما مشخصا یک لایو طولانی و 2-3 ساعته با سرکار خانم دشتی خواهیم داشت. امشب ما صرفا درباره همین موضوع با ایشون صحبت خواهیم کرد. خب خانم دشتی، اگر صدای منو میشنوید، من پذیرش رو فرستادم برای شما. خواهش میکنم که اضافه بشید به جمع ما تا بتونیم در خدمتتون باشیم. برای دوستانی که احتمالاً نمیشناسند سرکار خانم دشتی رو من توضیح بدم. سرکار خانم سیاره دشتی، همسر شهید دشتی، از یاران دیرین شهید احمد شاه مسعود، عامد صاحب مسعود و از رفقای امیر مسعود ثانی و رهبر فعلی جبهه مقاومت، اولین سخنگوی مقاومت بودند که متاسفانه به طرز فجیع در پنجشنبه به شهادت رسیدند. پرونده اون چگونگی شهادت ایشان همچنان در دست پیگیری هست که حالا ما یک شب مفصل باز خدمت خانم دشتی خواهیم بود، در این باره حرف خواهیم زد. خیلی خوش آمدید خانم دشتی، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. سلام بر شما. اول از همه درود میفرستم به تمام شهدای پاک ما. سلام به شما و بینندگان شما.
زنده باشید. علیکم السلام. من حاشیه نمیرم. خب مهمترین خبری که این روزها هست بحث ترور آقای ایمان الظواهری و کشتن اون توسط پهپادهای امریکایی در قلب کرانشهر کابل هست. تحلیل شما با توجه به این که من میدونم برها شما خودتون روزنامه‌نگار مستقل هم هستین جدا از نسبتی که با شهید داشتین، تحلیل شخصی خودتون چیه؟ فکر میکنید این ماجرا نشون دهنده چه حقایقی میتونه باشه؟ یه توضیحی بدید نظر به این که خب تازه هم فکر میکنم یکی دو ماهیه که از افغانستان خارج شدید، بهتر از هر کسی میتونید قضیه رو تحلیل بکنید. بفرمایید، در خدمتتون هستم. حوالتر از همه من فکر میکنم که این نوع عملیات ها خیلی پیچیده و هلو ما داریم، صداتون داریم، تصویرتون هم داریم، بفرمایید. ما صدا و تصویرتون داریم خانم بهداشتی، ادامه بدید شما. یه لحظه صداتون قطع شد ولی تصویرتون کامل بود. یک بار دیگه من خارج میشم، خواهش میکنم که درخواست بدید، اگر نشد من تماس صوتی میگیرم با هاتون. خب عذرخواهی میکنم برای مشکلی که پیش اومد. من مجدداً اضافه میکنم اگر صدای منو میشنوید دوباره درخواست رو بفرستید، خواهش میکنم. اگر یک بار دیگه امتحان میکنیم نشد، من تماس صوتی خواهم گرفت با سرکار خانم دشتی و صداشون رو از طریق تلفن خواهیم شنید. امیدوارم که مشکلی پیش نیاد این بار و بتونیم شون رو داشته باشیم. یک بار دیگه اگه درخواستتون رو بفرستید اگر صدای منو میشنوید، کمک بزرگی هست. من یک بار دیگه دعوت رو فرستادم. شما ببینید اگر وصل نشد من تماس صوتی خواهم گرفت. یک بار دیگه درخواست رو بفرستید، خواهش میکنم. امتحان بکنیم. من چون الان دیدم دارید تماس میگیرید، درخواست شرکت در لایو رو یک بار دیگه بفرستید. اگر که نشد تماس صوتی میگیرم خدمتتون. خانم داشتی من دوباره دعوت فرستادم، امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. خیلی دلم میخواد که سرکار خانم داشتی صحبت بکنن. عذرخواهی میکنم از دوستان که این مشکل پیش اومد. به حال لایو زنده است، این اتفاقات پیش میاد. من نمیدونم این دوستان عزیزی که مرتب درخواست میفرستن باعث میشن این لیست شروع بشه و من نتونم در واقع درخواست ها رو ببینم. یک گزارش هم داشتیم از اروپا که این روزها دارن آماده میشن برای تظاهرات های متعدد در کشورهای مختلف، از اتریش، در وین، جلوی سازمان ملل، در ژنو، در سوئیس و در آلمان، در پاریس. اگر دوستان گزارشی دارن در این باره، خواهش میکنم که اونها رو هم بفرستن. من در ادامه اونها رو هم اعلام خواهیم کرد. اگر خبری هست، تصویری هست، اونم میفرستم. من عذرخواهی میکنم خانم داشتی، یک بار دیگه ادامه میدیم. اگر نشد من بعد بهتون زنگ میزنم. بفرمایید، داشتید توضیح میدادید.
بسیار میبخشین، چون انترنت از ما خراب است و مشکل دارم. من قبلا هم بر شما ای را ذکر کرده بودم. خیر، به هر حالش میبخشین، همه بینندگان میبخشن. خواهش میکنم این دفعه اگر قطع شد من تماس صوتی میگیرم، شما ادامه بدید. بله، بازم بخشش باشه. عملیات های بچونین پیچیدگی فکر میکنم که اصلا خب، من نسخه میکنم مثل اینکه حرف با خانم دشتی، من از ابتدا باید حرف ایشون رو میشنیدم. ایشون تاکید کردن که مشکل صوتی هست، مشکل اینترنت هست و من نپذیرفتم و خواهش کردم که من عذرخواهی میکنم خانم دکتر، خیلی منو ببخشید. من باید همون اول حرف شما رو گوش میکردم و ارتباط رو صوتی میکردم، چون من تلفنم واقعا خراب است و من همین مشکل رو دارم. نمیتونستم از اون خاطر، بازم بخشش باشه. خواهش میکنم، من سوال رو تکرار میکنم برای دوستانی که تازه به جمع اضافه شدن. ما صوتی در خدمت سرکار خانم سیاره دشتی هستیم، روزنامه‌نگار مستقل، همسر شهید دشتی، از یاران مقاومت اول، نزدیکان شهید احمد شاه مسعود و از رفقای احمد مسعود، اولین سخنگوی مقاومت که در دره پنجشیر به شهادت رسید. بحثمون درباره کشته شدن آقای ایمن زواهری توسط پهپادهای آمریکایی در کابل هست. اولین سوال من از ایشون این بود که تحلیلشون از ترور زواهری در قلب کلانشهر کابل توسط پهپادهای آمریکایی چیه؟ این ماجرا میتونه نشون دهنده چه حقایقی باشه؟ بفرمایید خانم دشت. بازم من بخشش میخوام، فقط ما امیر میخوایم بگویم که عملیات پیچیده است و بدون موجودیت منابع دقیق و نزدیکی. صدا مرا دارین شما؟ بله صداتون دارم. نزدیک علفمند ممکن نیست. بدون شک آقای جعفریان، در این عملیات کسایی بوده که با امریکایی ها همکاری میکرده و فکر میکنم دسترسی به داخل خانه برای القاعده داشتن. پاکستان به تردید در این جریان ما فکر میکنم که دخیل بوده. معلوم دار ما داریم صداتون رو. احتمال صداتون داریم خانم داشتیم. من عذرخواهی میکنم برای مشکلی که پیش اومد. به هر حال با توجه به ما صداتون خانم داشتیم، ما صداتون داشتیم. من عذرخواهی میکنم، حالا نمیدونستم در چه موقعیتی هستید، شاید تقصیر از من بود، اصرار کردم. شما توضیح دادید که وضعیت اینترنت اونجا خوب نیست. در این حال داشتید درباره نقش پاکستان میگفتید، من متوجه شدم شما دارید این توضیح رو میدید که قطعا یک کسی در داخل مجموعه
مطلع بوده است، چون اینقدر این موشک ها دقیق اصابت کردند که من قبل از صحبت شما عکس ها رو هم نشون دادم. حتی پنجره ساختمان آسیب ندیده، یعنی پنجره باز بوده، موشک مستقیم وارد شده از پنجره و خود پنجره آسیب ندیده. بله بالکل دقیقا. و من فکر میکنم که پاکستان به تردید در جریان بوده و احتمال امتیاز گرفته باشه. و دیگه ای که امی اعلامیه وزارت خارجه امریکا که در طالبان و نقص توافقات دوحه به دلیل پناه دادن رهبر القاعده متهم شد. فکر کنم که آقای جعفریان نشان میده که بخشی از طالبان در این قضیه دخیل نبوده، که شاید شبکه اقانی باشه، و بخصوص ای که وقتی سراج الدین اقانی پس از این حمله مخفی میشه، این خودش واضح نشان میده. در واقع شما میخواید بگید که ممکنه این یک علتش هم شکاف ها و اختلاف هایی باشه که بین خود طالبان وجود داره، درست میگم؟ بله عرض کردم، میگم نظر شما ممکنه این باشه که این یک سرش هم ممکنه به اختلاف های داخل خود طالبان برگرده. بسیار میبخشین آقای جعفریان، خیلی صدا خراب میایم. من فکر کنم که نمیتونیم که درست یک لحظه با معذرت، بسیار میبخشین. نه خواهش میکنم خانم ادشتی، من اذیتتون نمیکنم، فقط یک قراری با شما بگذاریم. سالگره به شهید دشتی چه تاریخی هست؟ تاریخ 4 سپتامبر است. تاریخ 5 سپتامبر است که ما 4 اینجا برگزار میکنیم. حدود تقریبا 1 ماه و 2-3 روز دیگه است، درسته؟ بله دقیقه. اون در واقع اون حول و حوش، حالا همون شب شهادت ایشان یا یه روز قبلش یا یه روز بعدش، ما میتونیم این اخبار رو داشته باشیم که خدمت شما باشیم، مفصل درباره ماجرای شهادت، درباره این ماجرای شکایت شما از بی بی سی و این چیزها رو بحث بکنیم با هم دیگه؟ مشکل نیست، این قرار رو بگذاریم انشالله. بله. تا نمیدونم کجای صحبت منو شنیدین، عرض کردم برای اون موقع میتونیم یه قرار قطعی بگذاریم که برای نقل ماجرای شهادت، برای این شکایت شما از بی بی سی و اینها رو بحث کنیم. بالکل ما جایی که ما هستم فعلا اینترنت ما بسیار خراب است و تلفن کار نمیکنه درست. شما میبخشید آقای جعفریان، من نخواستم که بازم بر شما بگویم که نمیتونم در این لایف شما اشتراک کنم، لیکن واقعا خراب است. من فکر میکنم معمی صدای شما را درست ندارم فعلا. خواهش میکنم، بسیار خوب، من خداحافظی میکنم، حالا توضیحش رو تلفنی بهتون میدم برای قرار 4 سپتامبر، باز باهاتون هماهنگی میکنم. شبتون بخیر باشه، عذرخواهی میکنم. سلامت. خدا نگهدارت. خب دوستان من، عذرخواهی میکنم، به هر حال مشکلاتیه که در لایو پیش میاد و طبیعی هست. توضیحاتی رو در واقع ایشان دادن، ذهنیتشون این بود که اگر از بین طالبان کسی همکار امریکایی ها نبود، اینها نمیتونستن اینقدر دقیق جای ایمن زواهی رو پیدا کنن و او رو بزنن. حرف درستی هم هست، اما حالا این که در بین طالبا چه کسی این کارو کرده، چه قصدی داشته، آیا مستقیم خود مجموعه طالبان این تصمیم گیری رو کرده یا هدایت از طریق پاکستان بوده، یا اینکه اصلا جاسوسان پاکستانی بین طالبان اومدن و این نقشه رو پیش بردن، اینها رو حالا در ادامه با جناب آقای مولوی صاحب حسام
بحث خواهیم کرد. من مولوی صاحب حسام رو اضافه میکنم. امیدوارم که مشکل اینترنتی که در ارتباط با سرکار خانم دشتی داشتیم در ارتباط با مولوی صاحب حسام نداشته باشیم. دوستانی که از طریق ایتا یا از طریق یوتیوب ما رو میبینن یا از طریق پیام رسانهای دیگه، اونها بعیده که ما بتونیم به سوالاتشون دسترسی پیدا بکنیم، اما عزیزانی که از طریق اینستاگرام برنامه رو دنبال میکنن میتونن سوالاتشون رو بفرستن و ما اونها رو از جناب آقای مولوی صاحب حسام بپرسیم. جناب آقای حسام، اگه از صدای منو میشنوین، من تایید کردم و شما رو اضافه کردم. خواهش میکنم که شما هم تایید کنید تا بتونیم در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم دوباره درخواست رو بفرستید مولوی صاحب تا من بتونم کار پیش ببرم. سمت دوربین سمت دیگر بود. این موقعی که دارین آماده میشین، اینو برای کلیه مهمانان عزیزی میگم که وارد لایو ما میشن، قبلش حتما سمت دوربین رو چک بکنید. یه وقتی بالا میایید سمت دوربین سمت خودتون باشه. دوباره درخواست رو بفرستید، خواهش میکنم مولوی صاحب، که ما بتونیم شما رو اضافه بکنیم. حالا من آیدی ایشون رو یادم رفته، شب شلوغی هم شد که بتونم خودم دعوت بدم به ایشان. خواهش میکنم دوباره درخواست رو بفرستید. بله، خوشبختانه آمد. من تایید کردم مولوی صاحب، اضافه بشید. شما هم تایید بفرمایید اضافه بشید به جمع ما تا بتونیم داشته باشیم. السلام علیکم مولوی صاحب حسام، بسیار خوش آمدید به لایو ما. امیدوارم که باعث مزاحمت نشده باشیم، با توجه به اینکه ساعت لایو ها رو ما به خاطر این ایام عزاداری و محرم کمی تغییر دادیم، کمی دیر وقت شب شد. بسیار خوش آمدید مولوی صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله. کمی به سمت راست خودتون، نمیدونم درست میگم یا نه اون چیزی که من میبینم. عالی شد. خب خبرها رو شنیدید جناب آقای حسام. برای دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن و نمیشناسن، جناب آقای مولوی حسام رئیس مجمع علمای افغانستان هستند، کل 32 ولایت. ایشان هم در دوره مقاومت اول و هم مقاومت دوم همراه بودن. در دوره مقاومت دوم که شورای علمای مقاومت رو هم دارن تشکیل میدن و چندین بار هم از سوی طالبان مورد حمله انتحاری قرار گرفتن. در یک موردش که ایشان به شدت مجروح شد و به کما رفت، تا مرز شهادت هم پیش رفتن. الان هم از چند ناحیه چشم و گوش و اینها دچار آسیب هستن، ولی خب به هر حال عمرشون به دنیا بود به تعبیر ایرانی ها و حالا ما در خدمتشون هستیم. برای عزیزانی که نمیشناختن من سعی کردم مختصر معرفی انجام بدم. مولوی صاحب، خبرهای مربوط به آقای ایمن زواهری رو شنیدید. خب یه چیزی که اینجا برای من عجیبه، طالبان در دور اول برای اینکه بن لادن و تحویل امریکاییان ندن، بر سر بود و نبود خودشون قمار کردن، بر سر هستی خودشون قمار کردن و امریکایی هم حمله کردن. تقاضاشون فقط این بود بن لادن تحویل بدن. اونا مدعی بودن ما مسلمانیم، مهمان نوازیم، بن لادن مهمان ماست که البته متحد اونها بود و برای این ما اینو تحویل نمیدیم. حالا به نظر میرسه در هماهنگی با طالبان، یعنی در این که طالب مطلع بوده است از این حمله تردیدی نیست. هر کس که تحلیل کرده، از آقای نبیل، از آقای سعیدی، از دوستانی که سوادی در این عرصه دارن، همه چون متفق القولن که بیشک طالبان مطلع بودند از این قضیه. حالا این که این اطلاع به چه شکلی بوده، نظرات متعددی هست. شما خودتون چی فکر میکنید؟ تحلیلتون از این اتفاق چیه؟ فکر میکنید این ماجرا میتونه نشان دهنده چه حقایقی باشه؟ فکر میکنید بعد از این چه اتفاقاتی بیفته؟ چون ما خبر داشتیم که سر دفن همین آقا درگیری شده، در عرب کشمکش شده، یک گروه حامی هست، یک گروه نیست. خبر داشتیم آقای حقانی
سراج الدین از کابل فرار کرده. بفرمایید نظرات شما رو ابتدا در این باره بشنویم، خیلی مشتاقم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. علیکم السلام. خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز باید عرض کنم، اولا چنین واقعی را در قلمرو کشورمان و سرزمینمان از جانب امریکا بسیار تکان دهنده و ناخوشایند می‌بینم. ملت‌هایی که سرزمین داشته باشند، قلمرو داشته باشند، قلمرو و سرزمینشان حیثیت خانه و ناموسشان ندارند. حملات امریکا در چنین وضعی در یک کشوری که نه معلوم میشه و که صاحب داره، نه معلوم میشه حاکمیت داره، میان عملیات میکنه. این عملیات چقدر نفع ضررش جدا بحث میکنیم، اما همین رفتاری که امریکا در یک مملکت انجام میده، این رفتار واقعا رفتاری است که با کسانی که خود صاحب ملک و وطن و سرزمین میدانند به عنوان مادر و به عنوان مثلا ناموس بزرگ ملت‌های مسلمان واقعا تکان دهنده است. مسئله دوم که شما سوال کردید، ما باورم این است که این قضیه یک بازی سیاسی است. در این بازی سیاسی به گمانی که من دارم و حد و باور و اطلاعات و اینهایی را که جمع آوری کردیم نشان میده امریکا جمع پاکستان جمع قطر و جمع اسرائیل و هرچاری از اینا از لای مربع با بخشی از طالبا که رو به مثلا ضلعی پنجم تشکیل میده، این پنج سو در این قضیه هماهنگ پیش رفتن. البته این تجارت یک تجارت و یک بازی سیاسی بسیار گران بوده. امریکا بایدن میخواسته برای خود تجدید آبرو و تجدید مثلا حیثیت بکنه، این قمار میخواست بایدن و تیم حاکم امریکا بزنه. همزمان پاکستان در معرض خطر اقتصادی قرار داره که دنیا اعتماد نمیکنه بدون اجازه امریکا برایش قرضه، پول قرضه را اجرا بکنه. صندوق بین المللی و سایرین باید چنین قربانی بزرگی را پاکستان به امریکا میداد تا که اعتماد را به دست بیاره و روی از او اعتماد ملت شه از یک بحران، دولت شه از یک بحران اقتصادی نجات بده. اسرائیل که در میدانهای هوایی گرچه مطابق قرارداد باید در کابل و هرات و قندهار و مزار باشه، ولی قرار اطلاعی که ما داریم در میدان شندن اول فعال هستن، در میدان یوروستان هم فعال هستن اسرائیلیا و همچنان در بقیه میدان ها هم در حال کار هستن، خصوصا در میدان قندوز و مسائل ساخت‌وساز و بگرام حضور دارن. عرض میخوام مولوی صاحب، صحبتتون رو قطع میکنم، نکته خیلی مهمی رو گفتید، میدان هوایی بگرام و میدان هوایی شندن میدان‌های فرودگاه نظامی هستند، فرودگاهی هستند که بسیار از نظر نظامی مهمند، با توجه به اینکه 85 میلیارد دلار هم آمریکایی‌ها اونجا تجهیزات گذاشتن، تجهیزات نظامی و به ویژه تجهیزاتی که به درد نیرو هوایی می‌خوره در این فرودگاه‌ها بسیار هست. نظر به اینکه شما با مقاومت بسیار نزدیک هستید، الان اطلاعاتی که شما از داخل افغانستان دارید تایید کننده این هست که اسرائیلی‌ها در این دوتا میدان هوایی، در این دوتا فرودگاه نظامی، یعنی در شیندن که بسیار نزدیک به مرزهای ایران هست و در بگرام بالای سر کابل حضور دارند مستقیم اسرائیلی‌ها؟ اطلاعات جدید دیروز که ما از شیندن داشتم، 35 نفر خارجی در میدان شیندن مصروف ساخت ساز و فعال ساختن رادار هستند و شما اطلاعی را که شبکه الجزیره بقیه مثلا رسانه های بین المللی معتبر انتشار داد که امارات متحده عربی قرارداد به کمپانی اسرائیلی داده و این اطلاع از جانب کشورهای عربی نبود، بعدن هم که دنبال کردیم از خود منابع اسرائیل تایید شده بود،
خود کمپانی هم اقرار کرده بود که ما میدانهای هوای افغانستان قراردادش مدیریتش امور تکنیکی و سازمانیش ما بدوش گرفتیم. در میدان هوای بگرام حضور دارن. قراره که دیروز من در یک مجلس بودم وضع میدان هوایی بگرام قصه کردن از نزدیک که خارجی ها حضور دارن و قراردادهای مختلف در میدانش صورت گرفته، هم از لحاظ مثلا لوجستیکی قرارداد صورت گرفته به میدان هوایی بگرام و هم از لحاظ رساندن نفت و تیل و گاز اینا صورت گرفته و همچنان در میدان شیلدن حضور دارن. در میدان هوایی اروزگان چیز کم دو ماه است که 200 خارجی حضور داره، تیارهای غلپیکر در قندار اونجا پایین میشه. یک قسمت از تجهیزات نظامی ناتو در افغانستان که دست ناخورده بود او توسط تیارها انتقال میشه، اغلبا اطلاعات میگه که به اوکراین انتقال داده بشود. از افغانستان تجهیزات پیشرفته ناتو به اوکراین انتقال داده میشه از همین میدانهای هوایی. حضور اسرائیل این یک نوع تبلیغ نیست، اقرار و اعترافات خود کمپانی اسرائیلی و منابع مطبوعات اسرائیل و منابع مطبوعات عربی و این هم یکی از امور ثابته است که کشورهای عربی مثل قطر و امارات اینا کشورهای ذره هستند. اینها قدرت مدیریتی چنین کاری را ندارند. متخصصینی هم با این حد ندارند. در کشورهای عربی به همه شما آگاه هستیم که متخصصینش یا ترکیست یا پاکستانیست یا اسرائیلیست و در اکثر کشورهای عربی وضع می رقم است و اینا برای کمپانی اسرائیلی حضور دارد. در میدان هوایی بگرام هستن، در کابل هستن و در چند روز از شاید تا دو هفته دیگه شیلدن فعال شود. همزمان که شیلدن رادارش فعال میشه حضوری مثلا یک بدنه کلان خارجی ها در اونجا میباشه که معیدی از این مسائل ما اطلاعات دقیق داریم که است. میدان هوایی بگرام با تمام امکانات فعال شده، قراردادهای در میدان گرفته شده، داده شده، تبادل افکار صورت گرفته. میدان هوایی بگرام حضور دارن بالفعل فعالیت میکنن. برمیگردیم به این قضیه. پاکستانیا در یک مضیقه اقتصادی قرار دارن، باید از این مضیقه اقتصادی باید دولتش عبور بکنه و الا در بحران رفته فرو و این بحران زمانت بین المللی و اعتبار می خواهد که آیا پاکستان هنوز به قول غربی ها با تروریسم هستند، با افراطیت هستند، یا ای است که با جامعه بین المللی همسو می شود و کنار جامعه جهانی قرار می گیرد. اینها نتانستن اعتبار را برست بیارند. ما دو تا حقیقتی را بگویم که یکی در زمان اعلان کردن اسامه بن لادن یک فیلمی را انتشار دادن که گویا اوباما جنگ خودش اشراف داشت. وقتی این فیلم ما چند بار خودم دیدم و به بچه هایی که به فیلم آشنایی داشتن تخصص داشتن برایشون دادم که شما این را نگاه کنید، این فیلم واقعیت است یا ساختگی هالیوود است. همه که متخصصین که دیدن گفتن این ساختگی است، حقیقتا عملیات صورت نگرفتند. یک مدت بعد یکی از محافظین اسامه بن لادن که از بدخشان بود پیش ما آمد، گفت که اسامه بن لادن دو ماه قبل به دلیل مرض گرده وفات کرده بود، در تیرای پاکستان بود، ما محافظینش بودیم، این دو ماه قبل دفن شده بود. بعد از دو ماه همین سناریو را پاکستانی ها ساختن، راه اندازی کردن تا که برای امریکا یک صبغه و رنگ ایجاد بکنن که گویا امریکا در این مبارزه که آمده در افغانستان و پاکستان اینجا این به حقانیتش دلالت کنه، مشروعیت برای امریکا و اوباما ایجاد شود. ما اولا باورم این است که هنوز معلوم نیست که همین عملیات آیا حقیقتش چیست، ولی زوایای از این بسیار پرحاشیه است. حاشیه عزیز که فرضیه را اول بمی بگیریم که حقیقت دارد.
اگر حقیقت داشته باشد، تنشی که میان بخش قنداری هاست، ملا یعقوب است و شبکه حقانی است، یکی از دستهایی که این قضیه را روشن ساخته، ایمن الزواهری را به عنوان قربانی داده، بخش قنداری ها هستند که شبکه حقانی را از کابل متواری ساختند و اینها را دوباره به چنگال مثلا دشمنی روبرو انداختند و همچنان خواستند که جبران بکنند، بگویند که اگر ملا عمر پدر اشتباه کرده بود که افغانستان و امارت قربانی اسامه بن لادن کرد، امروز ما حاضر هستیم با دنیا ایره به عنوان یک اعتبار جبران بکنیم. دو، سفر ملا یعقوب اصلا به قطر مبتنی به اجرای همی عمل بود و هیچ سند امضا نشد و هیچ مسئله در میان اجندا وجود نداشت، همه قضایا رنگ تشریفاتی داشت. معلوم می شود که قطر یک جایی است که پایگاه بزرگ امریکا در اینجا حضور دارد، ستاد مشترک بین طالبا و امریکا در اونجا حضور دارد که دفتر دارند، پیمان دوحه در اونجا امضا شده است، حاشیه های پنهان پیمان دوحه در اونجا صورت گرفته است، در اونجا تعهد داشته بود که ما با القاعده و دیگر شبکه ها دیگر رابطه نمی داشته باشیم. ما باورم این است که امریکایی ها یک ادعا داشتن که شما با جزیات پیمان عمل نکردیم. من فکر میکنم اینا رفتن ملا برادر متقی همزمان و ملا یعقوب دوباره به ستاد مشترکی که بین طالبا و امریکا است در اونجا این تعهد همزمان اجرا کردن، تعهد دادند. پیش از عملیات امریکا به شیرپور شما دیدین که 40 میلیون دلار هم وارد کابل شد. قبل از او سه روز، دو روز قبلش هم شما دیدین نماینده خاص امریکا همراه متقی دیدار داشت و این قضایا همه با همدیگر رابطه دارند. امروز اگر متقی اصرار داره که ما جنازه از او را رسما نمیخوانیم، دولتی و تشریفات نمیگیریم، بخش حقانی ها میگن که ما باید دولتی مراسم انجام بدیم که حیثیت ما در پیش دنیا اسلام چی میشه، اونا میگه که حیثیت ما در مشروعیت مندست بین المللی چی میشه. معلوم میشه که شبکه حقانی را بالایش کلاهگذاری کردن، بخش قنداری ها آمدن اینا را قربانی کردن و ایمن الزواهری را به عنوان اعتبارنامه دادن به سوی امریکا. هم پاکستان منفعت خود گرفت، هم شبکه بازی داخل، هم بایدن اعتبار خود در سطح بین المللی گویا دوباره در داخل امریکا خواست بالا ببره. اسرائیلی ها باوری من است که اصل رسد اسرائیلی ها کردن. اگر مثلا یک آله داخلی از خانه نمی بود، این آله وصل به پهپاد نمی شد، اصلا این تکنولوژی قدرت یزیر نداره که بیای مثل جنیات یا مثل فرشته جای را کشف کنه، بگه که من میشه آدمی را میپالیدم یافتم. تا که به مرکز هدف چیزی وصل نباشه، نشانی شد نشوه، هدف مشخص نشوه، ممکن نیست. اطلاعاتی که امروز ما گرفتیم، دو ماه قبل میمانخانه برای از این آدم داده میشود، در دو ماهی که این کوچه مکمل در اختیار از اینا بوده، در امی خانه سراج الدین حقانی در پهلویش با نماینده های ملل متحد چند بار دیده، خودی از این خانه نده، خانه پهلوی از این که دیگه میمان خانه بوده. همچنان در این خانه موترهای پاکستان، سفارت پاکستان روزانه 10 موتر 12 موتر رفت آمد داشتن. یعنی پاکستانی ها با این مرکز شب روز رفت آمد داشتن، موترهایشان با پلیت دیپلماتیک رفت آمد داشت و موترهای دیپلماتیک سفارت پاکستان امیجا روزانه میگن که هیچ روز نمی بود که اقلا 10 موتر یا 5 موتر پاکستان در پیش دروازه زمین میمانخانه استاد نباشد. گرچه کوچه انسداد داشت، هر کس داخل یزین نمیشد، اما موترهای سفارت پاکستان دائما میگه در اینجا حضور داشتن. اگر سفارت پاکستان امرای این قضیه را همکاری نمی کرد، شبکه دیگه هم امرای از این همکاری همکار نمی بود، این قضیه صورت نمی گرفت. همزمانی که عملیات اینجا صورت گرفت، مرکز دیگری از اینا که تا
طالبای پاکستان حضور داشته. دیمزنگ امریکایی به خاطر پاکستان زده که اونجا طالبای مخالف پاکستان حضور داشته. همچنان میماخانه دیگر در خوشحال خان زده. همزمانی که خواست مثلا گفته که من دشمن خدا میزنم، همزمان دشمن پاکستان هم گویا متحد خود هدف قرار داده. خانه را در خوشحال خان میگویند زدن بر روایتی، خانه دیگر را که در ساحه دیمزنگ زدن آشکار بود زده بودن، و این خانه را هم که با دو راکت در شیرپور زدن، این خانه هم معلوم است که تعداد تلفات امروز هنوز قابل بحث است. باوری معمی است که چهار عنصر استخبارات بیرونی امریکایی ها، قطر، پاکستان، موساد اسرائیل، این مربی شیطانی بیرونی جمعیه که از ازلای داخلی طالبا با ای اماهنگی صورت گرفته، این قضیه انجام شده که طالبا اعتبار میخواستن وسط بین المللی پیدا کنند، پیسه انگفت دیگر اپراتیفی بیا، چون در پیمانی که در دوحه بستن در حاشیه های از او پیمان آمده که ما وقتی در برابر دشمنای امریکا مبارزه میکنیم، بودجه را که شما به دولت جمهوری میدادین باید بودجه را به ما بدین، تبادل اطلاعات بودجهش به ما بدین، فعالیت نظامی ما را در برابر مثلا مخالفینتون باید بودجهش بدین. این قضایا مقدار سکتگی اجراتی داشت، مقدار پول زیاده می آمد و شکل اپراتیفی و زیر پوشی ملل متحد داده می شد. اما روایت های وجود داره که بیشتر از پیسه جمهوریت با اینا در یک سال داده شده، این حدوداً 3 میلیارد میگن پیسه تا هنوز وارد شده برای از اینا. فرضیه به ای که این قضیه واقع شده، پاکستانی ها تجارت خود سری قضیه کردن و بایدن کار خود در این قضیه انجام داده و تجارت خود بازی سیاسی خود کرده، همچنان قطر و موساد اسرائیل به عدد خاصی هم کاری را انجام دادن. قطر عبارت از همون ماموریت نمایندگی امریکا هدف است، نه اداره مثلا قطر که توانایی چیزا را نداره، بلکه همون سازمان ستاد مشترکی که در قطر اونجا تمرکز داره همی است. و همچنان تنشه که میانی مثلا مدت‌های طولانی است بخش قنداریا بعد از ترور ملا منصور و پاکستان نرفتند، اینا داخل افغانستان هستند، بعد از ترور ملا منصور اینا دیگر پاکستان نیستند، هنوز هم سیاست ضد پاکستانی دارند و سیاست ضد پاکستانی همزمان ضد سیاست شبکه افغانی قرار می‌گیرد. تو او سیاست معلوم می‌شود که ملا برادر با آمریکایی‌ها به توافق رسیدگی بود، هنوز او مراحل را که ملا برادر میخواست به او برسه که رئیس کل باشه، رئیس الوزراء یا رئیس دولت باشه، هنوز به او مرحله نرسیده. و این فعالیت ها به این شکلش و باور ما همیست که این یک بازی سیاسی بود قضیه و کاملا استخباراتی است، جنبه های اقتصادی داره، جنبه های دیپلماسی داره، جماعه های مثلا بازی های بسیار قوی و شنی دیگره در پشت خود داره. به هر دلیلی که مسئله را بگیریم، طالبا ثابت کردن که به هیچ کس وفادار نیستن، نه به دین خود وفادار هستن، نه به مسلمان ها وفادار هستن، نه به دوستشان وفادار هستن، نه به دشمنشان وفادار هستن. اینها جز منفعت خود، جز یک گروه استخباراتی که به اشارات و منافع استخبارات زیر بالا می شوند، دیگر استراتژی برنامه به صلاح ملک و کشور ندارند که خود فدای ملک کنند. همه برنامه های از اینا به محور منافع استخبارات می چرخه که او استخبارات اینا را در مدار منافع خودش می چرخانه. باور همی است که اینا تعهد ندارند به هیچ مسائل، اگر مثلا به دوست تعهد میکنن یا به دشمن، و اینها به هیچ تعهد پابند نیستن. این معامله هم ثابت کرد که اینها پابند هیچ میزان موازین و حدود نیستن، هر چی در پیش شان آمد اینا اجرا میکنن. در پرونده های پلیسی مولوی صاحب، وقتی که کسی کشته میشه
اولین گزینه میان میگن ببینیم از مرگ این آدم کی منفعت میبره تا بتونیم قاتلش رو پیدا بکنیم. الان از مرگ آقای ایمان الظواهری چند گروه میتونن منفعت ببرن. اول از همه همین گروه حقانی با وجود اینکه اغلب اینها رو بری میدونن چون میگن در این حمله هم داماد و هم پسر آقای حقانی و هم رئیس دفترش کشته شدن و بعد هم خود او از کابل گریخته، خیلی های گروه رو در حاشیه میگذارن. اما خاطرتون باشه چند روز پیش یک گروه از سناتورهای امریکایی درخواست دادن تا یک سری از مقامات طالبان که عمده اونها اعضای گروه حقانی هستن، اینها ممنوع سفر بشن در دنیا. نامه نوشتن به آقای گوترش. از طرف دیگه گروه حقانی نسبت به ارتباطاتی که قندهاریا با امریکایی‌ها داشتن بسیار حسادت میکرد، میخواست این راه رو کوتاه بکنه چون اینها از طریق اسلام آباد مرتبط بودن و خودشون رو از لیست سیاه بین‌المللی هم سازمان ملل و هم لیست امریکایی‌ها خارج بکنن. به ویژه این که الان خب اکثریت رو در کابینه دارن و اگر به این مقصود میرسیدن کارشون تمام بود. پس یک احتمال میتونه این باشه که همونطور که آقای نبیل هم گفته، حقانی ها با کمک حتی خود پاکستانی ها، مثلا آقای جنرال قمر جاوید باجوا و جریان آقای اس آی، برای اینکه از لیست سیاه بیان بیرون، برای اینکه اون گروه سناتورهایی که خواستن اینها رو به لیست ممنوع سفرها اضافه بکنن، اونها فعالیتشون رو متوقف بکنن، اومدن یک معامله ای کردن با امریکایی ها و جای این من ظواهری رو لو دادن. یک گزینه دیگه میتونه جریان قندهاری ها باشه. اینها هم خیلی منفعت میبرن. اولین روزهایی که کابل سقوط کرد، آقای ویلیام بارنز بلند شد اومد با هواپیمای اختصاصی خودش به فرودگاه کابل. شما در حال بودین، در مقامات مختلف بودین، بهتر از من میدونید پروتکل های سفر رئیس سازمان CIA امریکا بسیار پروتکل های پیچیده ایه. این که این آدم بیاد به یک شهری که در آشوب مطلق هست، صاحبش معلوم نیست، کشور حکومت نداره، در همون 4-5 روز اول ایشان آمد و ملاقات کرد با آقای ملا برادر، بعد همین روابط ادامه داشت و میتواند نظر به این که حقانی ها بسیار قندهاری ها رو تحت فشار گذاشتن، بعضی از اونها رو ترور کردن، حتی مقامات لازم رو بهشون ندادن، به خواسته های اونها تن ندادن، میتونن قندهاری ها برای این که انتقامی گرفته باشن از حقانی ها، یک دو کمک کرده باشن به این که مشروعیت خودشون رو، مشروعیت نظام طالبانی رو دنیا به رسمیت بشناسه و با حذف یک چهره تروریستی از افغانستان و اثبات سرسپردگی خودشون به واشنگتن این اطلاعات رو به امریکایی‌ها داده باشن. و گزینه سوم میتونه این باشه که خب ارتش پاکستان خودش جاسوسی اولیه کرده، محل اختفا هم داده به امریکایی‌ها و از اونا خواسته که در کنار ایمان الظواهری اون چند تا رهبر طالبان پاکستانی را هم در اون مهمانخانه در دهمزنگ بزنند. یک احتمال چهارمی هم هست که کسی بهش نمیپردازه و اون اینه که همه اینها با هم اطلاع داشتن، یعنی نه حقانی میخواسته علیه قندهاری کاری بکنه، نه قندهاری علیه حقانی، کلن مجموعه طالبان در هماهنگی با پاکستان به این نتیجه رسیدند که اطلاعات ایمان الظواهری را بفروشن به امریکایی‌ها در ازای یک امتیازاتی. همینطور که شما اشاره کردید، گفتید روزهای قبلش مبالغی به کابل رسیده که من حالا تصحیح میکنم و عرض میکنم که روزهای بعدش، یعنی اگر که فکر میکنم روز یک شنبه ترور شد جناب آقای ایمان الظواهری که میشه دوم، باز میخوام میشه نهم اسد یا مرداد ماه، 31 جولای میشه، در روز دوم
من الان دقیقشو براتون بگم که در روز دوم آگوست یا اوت یک بسته نقدی حاوی 40 میلیون دلار به کابل میرسه، یعنی میشه اگر اشتباه نکنم میشه دیروز دیگه، الان امروز 3 آگوسته، این بسته پول که خود بانک مرکزی امریکا هم تایید کرده، اینم توییتشون هست، اینم بسته های پول 40 میلیون دلار دو روز بعد از اینکه ایمان زواهری کشته میشه، پول نقد کش به قول امریکایی‌ها میرسه به کابل که حالا میتونه انعام و دستمزد اون گروهی باشه که این اخبار و این اطلاعات رو به امریکایی‌ها دادن. من بیشتر باورم اینه مولوی صاحب که طالبان ایمان زواهری رو فروخت به امریکایی‌ها و کل مجموعه طالبان، و باور دارم که این خبر دقیقه، این کارو کردن و خیلی تردید دارم که شکافهایی بین طالبان، اختلافاتی که بین هم دارن باعث شده باشه که یکی از اونها در جنگ با دیگری و در رقابت با دیگری این اخبار اطلاعاتو به امریکایی‌ها داده باشه. من تصور میکنم طالبان فهمیدن که نمیتوانن با این وضعیت، با این وضعیت نابسامان، با این وضعیت حاکمیت غیرقانونی خودشون در کابل ادامه بدن. برای اینکه امریکایی‌ها رو قانع بکنند، کما اینکه اون آقای شیر محمد عباس سانکزه هم گفت اگر امریکایی‌ها بیایند و سفارتخانه خودشون رو باز بکنند، همه اروپایی‌ها میان و مشکل حل میشه. برای اینکه مشکل رو حل بکنند، من فکر میکنم که این معامله رو کردن و این نشان میده که یک، طالبان تغییر کردن به معنای دقیق کلمه، دیگه اون طالبانی که مهمان نواز بودن و مدعی بودن اصول اسلامی رعایت میکنن، مهمان و تحویل دشمن میدن نیستن. دو، طالبانی که مدعی جنگ با امپریالیسم بودن و با امریکا میجنگیدن و اینطوری نیست، بلکه همکار امریکایی هستن، بلکه اون کشورهایی که فریب اینو خوردن که امریکایی ها با طالبان در جنگن یا طالبان امریکایی ها رو شکست دادن، حالا میتونن بفهمن که اینطوری نیست و طالبا اگر لازم باشه ایمان زواهری که سهل مادر خودشون رو هم میفروشن برای اینکه این قدرت رو در اختیارشون بگیرن و برای اینکه در دنیا به رسمیت شناخته بشن. به باور من این اتفاقات میتونه یک فصل جدیدی رو در حوزه مسئله افغانستان برای کشورهای همسایه باز بکنه. حالا اگر گفتنی شما دارید بفرمایید تا من سوال بعدی رو طرح بکنم. دقیقه جناب استاد، ما اصل واقعیت ما در اولین جملات گفتم که طالبا ثابت کردن که با کسی وفادار نیستن و ایر مطمئن باشیم که اون تأکیداتی که اسلام داره که شما به عهد و پیمانتان وفادار باشین، طالبا نه به پیمان دوست نه به پیمان دشمنشان با هیچ کس وفادار نیستن. اگر ما از لحاظ مثلا جوانمردی و اخلاقیات و موازنات دوستی برویم، ایمن الزواهری هم پدر فکری از ایناست، هم پدر فنون جنگی و مثلا بازی جنگای مثلا پیشرفته است و هم پدر مالی از ایناست که تمام پیسه که از جهان عرب و خلیج جمع‌آوری میکرد و از دیگه بدنهای دنیا میگرفت، همه را بالای از اینا در 30 سال 28 سال بالای از اینا مصرف کردن اینا و اینا آمدن تغییر کردن. بیچاره بیعت هم کرده بود، بیعت هم کرده بود و آمد بعد از اینکه می همه چیز قربانی از اینا کرد و اینا را دوباره گرفتن به خاطر بقای خود، واقعا تغییر کردن و همی کسی که به عنوان پدر مهربان با اینا همه هست بود خود داد، تمام انجینرهایی که تعلیمات می دیدن از جانبی از اینا بود که برای از اینا تعلیمات از پشت مین و جنگه های مختلف و فنون جنگی را مدرن پیشرفته را اینا تمویل بکردن، اقتصاد از اینا بود اصلندش، حتی مثلا تمام موترها و مثلا تجهیزات از اینا خریداری از پولی از اینا بود، تعاملات از اینا بود،
اگر بدنه های با اینا کمک میکردن، به اعتباری از اینا کمک میکردن. اینا آمدن کسی را قربانی کردن، فروختن که همه چیزی از اینا بود. یا احساس میکنن که دیگر ما جبران مافات کردیم، اگر مثلا ما بن لادن نداده بودیم، امروز این برایتان بدون یزی که شما تا بیاین میلیاردها دلارتون مصرف شوه، این بیاین فلانی را ما به شما میدیم و ارگونی که شما میلتان است از بین ببرین. بدون همکاری طالبا ممکن اصلا نیست کار صورت بگیره. وقتی همکاری نمیشود، در 30 سال امریکایی را پیدا کرده نمیتونه. وقتی که دلشان خواستن که نشان بدن، گفتن معامله کردن، فروختن، این قضیه واقع شد. این که ما بگویم کدام شبکه ما التزام داره، ابدا چنین چیزی، هیچ کدام از این التزام نداره. در بدر $1,00,000 امی هم میشه که $1,00,000 امریکای برشان بر یک وزیر بده، وزیر بیای خانه بده، قماندان بیای خانه را ایمن زوایری را به امریکایا مورد هدف قرار بده. در این شک نکنیم که اینا وقتی ملت مسلمان اینا تکفیر میکنن و گلوله بسته میکنن، میلیون میلیون از مرزه ها بیرون میرانن و اینها به پروای ازیر ندارن که ایمن زواهری برشان چی دیگه اهمیت داره. به اقتدار رسیدن برای بقای از او کار خود انجام میدن. باور مهمی است که اینها به تعهد، به پیمان، به عهد اصلا وفا ندارن و برایش ارزش نمیده. گرچه خداوند متعال تأکید کرده، اوفو بالعقود گفته، تأکید کرده که به تمام پیمان هایتان شما وفا کنید. چه پیمان های تعبدی است، چه تعاملاتی دنیوی است، چه خرد است و چه بزرگ است، شما باید پابند باشه. اما اینها پیمان به هیچ پیمانی، شما میدانید که هیچ زمانی هم پیمانی به جامعه اسلامی بسته نکردن، صلح نکردن و امروز هم وفادار نیستن. احتمال صدها، ما یک مقدار فنی صحبت کردیم، اگر از این فنیش بیرون شویم، هر کدام طالبا را $20,000 در جیبش ببانه، فردا دیگه شمه کشن. این شک نکنین. و امیال بالاترین تلفات طالبا زد خرد داخلی شانست. به حد روزانه اینا بیش از 100 نفر هم دیگر را میکشن. در هر قرارگاه، در هر پوسته روزانه، دو روز بعد، هفته‌وار اینا درگیری دارن. 3 تا کشته شد، 4 تا کشته شد، 5 تا کشته شد، 6 تا کشته شد. این دعواها مولوی صاحب بگین که عمدتا این دعواها سر پوله، سر آیدی گمرک، سر آیدی معدن، سر آیدی پوسته است. همه چیز سر موتر اینا هم دیگر هم میکشن. مد میگه که موتر به من مناسب بود، تو گرفتی و ماندن نیست. سر اسلحه خوب می جنگن، سر بچه هایی که بریش نگاه میکنن می جنگن. ده ها وقتی است که سر بچه های اینا جنگ کردن هم دیگر کشتن. سر آشه که برشان می یک مقدار کم زیاد که هم دیگرش میکنن می جنگن. سر درام مثلا اینا میرن در خوست و اندراب و پنشیر و کاپوسا و پروان. یک قریه 100 خانه است یا 50 خانه است، همیشه اول در مسجد میارن جمع میکنن، لیستش هم میخوانن، برای همش میگن که شما یک میل سلا بیارین، دارین هم بیارین، ندارین هم، ما از شما سلا میگیریم. پس اونا میرن ملک جای خود هم میفروشن، میاین سلای طالب هم میخرن، پس به طالب تسلیم میکنن، یعنی به طالب دوباره پیسه میدن. شما در قریه شوفه در پنشیر عینی کار کردن، دابدره عینی کار کردن، در دشت نیواد عینی کار کردن، در دره آبشار اینجا عینی کار کردن، در اندراب عینی تعاملاتشان جاری است. اینها چیزی را که عالی میشناسن برشان مقدس است و پل منفعت است. در سر منفعت شکم و شهوت هر کسی به دستشان برسه اینا میخورن، هم دیگری خودم میخورن، طرف مقابل هم میکنن. طالبا دیگر خودشان به صراحت میگن ما جهاد کردیم، جهاد تیر شد، حال وقتی است که ما مثلا عیش کنیم، نوش کنیم، باید باشه. مردم هم میارن بردگیری میکنن، گروگان میگیرن، میگن شما برین سر خانه است به ما یک میل اسلحه بخرین، داریم به ما تسلیم. در قریه شوفه 70 میل سلاح اینا به دست آوردن.
اسلحه خودشان به اولا میفروختن در بدل پیسه سلاح را پس میاردن برای خودشان میاردن. ساختگی و بافتگی در داخلشان سلاحشان پس به خودشان تمن داده میشد، اضافه به او پیسه را میگرفتن. گفتن اگر شما سلاح نمیارین شما را با کیبلها باز ما میتونیم که سلاح جور کنیم. اینا دیگر چیزی ندارن، چیزی به نام اسلام جد یک شعار کازه که اینا در نه عقیدهش دارن، نه فهمش دارن، نه عمل به او را دارن. وزیر از مامور خبر نداره، مامور از وزیر خبر نداره، رئیس از مادون خبر نداره، قمندان از پرسونل خبر نداره. شما ببینید این وضعیت در جنگل هم نمی باشه. وضعی که امروز جاری در مملکت است توسط از اینا بردگیریست، گروگانگیریست، فروش انسان است. ایمن زوایری رو اینا فروختن. یک نکته که اینجا خیلی مهمه دوستان ایرانی ما هم توجه بکنن، ببینید امریکایی ها میگن آقا ما آمدیم با یک پهپاد در وسط کلان شهر 6 میلیون نفری کابل یک نفر را به نام آقای ایمن الزواهری که به ما صدمه رسانده است، باعث کشتن اتباع امریکا شده است، اینو زدیم. از آسمان آمدن از 4 چه میدونم 10,000 کیلومتر 17,000 کیلومتر اون طرف تر آمدن اینجا در وسط این کلان شهر چند میلیونی کابل این آدم رو کشتن. حالا در جمهوری اسلامی ایران نیروی طالب از اون طرف مرز با اسنایپر از داخل خاک خودش در داخل خاک خود ما نیروی کادر ما رو، شهید صیادی رو، محمد صیادی رو با اسنایپر میزنه به شهادت میرسونه. اینجا اجازه نمیدن حتی خبر این موضوع منتشر بشه، رسانه رو مجبور میکنن آقا تو بنویس اشرار این کار کرده. دوستان عزیز وقتی که ما میگیم خفت رسانه‌ای در ایران داره اتفاق میفته منظورمون اینه. امریکایی آشکار میگن آقا این به ما صدمه زده و اتباع ما از 20,000 کیلومتر اون طرف از یک قاره دیگه میاد این آدم رو اینجا میکشه. حالا طالب از اون طرف مرز میاد با تکتیرانداز نیروی کادر ایرانی رو میزنه شهید میکنه، اینجا ماسمالی میکنن میگن که اینو اشرار کرده. اختلاف رو ببینید خواهش میکنم. در ادامه این مقدمه رو از این جهت مطرح کردم که خیلی از دوستان فکر میکنن که و مدعی این هستن که ادامه تعامل و رفتار کجدار و مریض با طالب، این که ما دندان رو جگر بذاریم رفتارهای طالب رو تحمل بکنیم، باعث میشه تا شیعیان کمتر آسیب ببینن، باعث میشه که طالبان ظلم و ستمی رو نسبت به این اقلیت مذهبی نداشته باشه. خیلی از اینها توصیهشون مرتب اینه که آقا اجازه بدید این موضوعات رو دامن نزنید، حتی بعد از اینکه اینها تعطیلی عاشورا رو از تقویم حذف کردن، دقت کنید حذف نوروز در کنار تعطیلی حذف عاشورا، در کنار اینکه اینها اصلا شما رو ایرانی جماعت روافض میدونن، یعنی مشخصا شما رو فحاشی میکنن بهتون و دروغگو میدونن. و یادم نمیره این یک چند روز پیش بود این آقای مولوی انصاری که یک جوری ایدئولوگ طالبا شده مغز متفکر اونا، یک ویدئویی پخش کرد که ازش پخش شد که خطبه های نماز جمعهش بود توی اون مسجد جامع گازرگاه. بعد از اون لایوی که ما با شما گذاشتیم مولوی صاحب و شما اینجا درباره شخصیت این آدم توضیح دادید که او حتی در امتحانات مربوطه، امتحانات مذهبی در مدینه موفق نشد، کامیاب نشد، و گفتید که او به چه دلیل نمیشه پشت سرش نماز خوند و کسی که پشت سر اون نماز بخونه نمازش باطله. توضیحات فقهی رو که دادید، این آدم میاد روی منبر نماز جمعه یه جوابی میده که به شما هم حالا جواب میده، در حاشیه اون اهانت به ایرانی ها میکنه. اینو گوش بکنید، من بقیه سال رو میپرسم. تو جوان مخلص که فریب خوردی به نام های مختلف، این را میگم که یک کلمه میگم که در صحرای محشر
نبی به من کسی نگفت. تو کسی که در مقابل حکومت اسلامی استاده میشی، بغاوت میکنی، تحت هر نامی که هست، خصوصا به نام جبهه مقاومت، تو جوان که کشته میشی آخرت تو وخیمه. منان الله و رسول در بکرام و اینجا بودی که دختران افغان از اینجا این آقای مولوی داره یه جورایی خطاب مولوی صاحب حسان صحبت میکنه، متهم میکنن این سری از عالمین و مولوی های افغانستانی رو که خودشون رو به طالب نفروختن، اینها رو متهم میکنن، میگن شما در دوره جمهوریت بنز و نمیدونم خونه خوب و همه چی در اختیار شما بود، حالا فرار کردین رفتین به کجا؟ این لغتشو دوستان ایرانی گوش بکنن که حالا بماند که حالا دوستانی مثل آقای مولوی حسام که هیچ سمتی تو اون دوره نداشتن و بارها مجروح شدن و حملات انتحاری که بهشون شد، خیلی هاش از طریق خود دولت سازماندهی میشد، اینا رو بگذاریم ازش که این آدم میداند و نمیگوید، لفظ و من میخوام و بعد برسم به ماجرای محرم و ماجرای عاشورا. گوش بکنید خواهش میکنم. کجا بودی که دیروز؟ حالا هر که من قبول نداری از چهار تا عالم ربانی دیگر پرسان کن، نه از علمایی که کاسلیس امریکا و اروپا و یهود و نصارا، برو از چهار تا عالم خدایی و لیلایی منطقه خود پرسان بکن، بگو که همی اگر کشتشم مرگ من چی حالتی دار، برو سوال بکن، نه از علمایی که امروز هم پشت مرزها تا دیروز که آلتنیسی امریکایی یار میکردن بعد افتادن به دامان روافض و بالاخره دشمنان ابوبکر و عمر و بعد بالاخره دامان روافض. دوستان تو رو خدا، عزیزان خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس، آقا اینا شما رو روافض میدونه رسمند، یعنی داره میگه آقای مولوی حسام دوستانی که آمدن اون ور مرزها افتادن به دامن روافض، یعنی ما. حالا خبر میدین شما از وضعیت محرم در افغانستان، میگین اجازه داده که نمیدونم این نما این بنر باشه، آقا رخصتی عاشورا از تو تقویم در میاری، شما خبرشو نمیدین، شما شک دارین درباره این که طالب خون شیعه رو مباح میدونه و آماده ای که بریزه. اگر طالب رو نمیشناسین بیان از آدمی که میشناسه بپرسین، به والله دارین به خودتون خیانت میکنین، به همون دیانتی که بهش معتقدین دارین خیانت میکنین. آقای مولوی حسام خواهش میکنم از شما، شما که بهتر از هر کسی این جماعت رو میشناسین، در اون مدارس خودتون درس خوندید، نگاه طالب نسبت به شیعه، نسبت به عاشورا، نسبت به محرم، نسبت به همین نظام جمهوری اسلامی، نسبت به امام خمینی چیه؟ شما بفرمایید. تشکر جناب استادی. من چون توانی گفتنی درد دل من به این برادرهایی که خودت میگی خدا در خط امام میدانن و در خط انقلاب میدانن نمیتونم اصلی گپ نبزنم، ولی جانب دیگه قضیه را میگم که به او طرف تعلق دارن و این ثابت است که خط امام و خط انقلاب و خط مثلا ترسیم شده ایران نیست که اینا میرمن، اصلا رفتن به مسیری است که باید با آتش بازی کردن است با یا با آتش پشانه که امریکا اینجا تعبیه کرده، اینا با اون میخواهند که زیست کنن، با اون زندگی کنن. همو در مورد تفکری از اینا که با شیعه چی نظریه دارن، نظریه هموست که ملا انصاری گفت، این نسبت به دیگراش بسیار جاهله است، این قادر به و این اقوال ایمه دین و افکار اهل سنت و اصولش هم نمیدانند و مدارسی که در پاکستان است، مدارس پاکستان او زمان ما نمیدانستیم
ما بعد از اخراج قوای شوروی به مدارس پاکستان رفتیم درس میخواندیم. حقیقت مسلم همی بود که ما چیزی رو به شما میگیم که ما با او زیست میکردیم. اما حالا این مدارس همون رقم است. ما سید قطب که به خاطر کلمه اسلام جان خود فدا کرد، از نگاه استادای مدارس من در پاکستان ما کافر میدانستیم. کافری عادی هم نیه، او کافری که بسیار خبیث و نعوذ بالله بد است. ما حسن البنای شهید امیر رقم بود. ما هر جرقه که میشد در جاده های مثلا پشاور نوشته میشد که ابو جل او چکای. باز در اینجا عکس امام خمینی و امام مودودی می بود که دو تا مثلا باید اشاره میشد که دو تا ابو جل زنده شدن. بعد جلوس از یک طرف شهر به طرف دیگر طرف شهر میرفت که استادای مدارس پیش شاگرده از پیش مرگ به مودودی، مرگ به خمینی. این عام مردم نبود، امین مدارسی بود که مربوط مولانا فضل الرحمن و خصوصا حقانیه بود. امین مدرسه حقانیه محوری از امین تجمعات. مدرسه حقانیه به این که مثلا شیعه امامیه کافر است و این تفکر در مدارسشان به شدت مثلا اعمال میشه، در این شک و شبه وجود نداره. وقتی مودودی را مثلا کافر میگه، وقتی سید قطب را کافر میگه، وقتی حسن البنا را کافر میگه، وقتی میگه مثلا کسی را به نام اهل حدیث به نام غیر مقلد کافر میگه، روافض به مراتب کافرتر خروج از ملت اسلام میدانه. یه چیزی است که تعامل وجود داشته. ما در اونجا زیست کردیم یک سال نه، سالها مقلا 9 سال در اونجا درس خواندم. و این چی که من میگم این تک تک طالب می نظریه را داره که شیعه رافضی است، رافضی خروج از خارج از ملت اسلام است. همین چیزی است که مثلا ملا انصاری میگه. این در شما ببینین وقتی اینها مثلا در کتب درسی اینها هم هست، یه سری کتب دارن که اصلا مشخصا موجوده، الان میشه به اون متونشون مراجعه کرد، درست میگم؟ بله، تحفه اثنی‌عشریه. تحفه اثنی‌عشریه شاید 600 صفحه یا 800 صفحه کتاب باشه که تدوینی مثلا اکابر دیوبند است. این از امو سری کتاب دلائل کفر شیعه است تا آخر 800 صفحه دلائل مثلا کفر شیعه است. و در حال که امت اسلامی اتفاق و اجماع داره که اهل قبله را ما کافر نمیدیم. من صلا صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فهو مسلم. اهل کلمه را برای هیچ گناهی، چون گناه یک امری است که اگر ماتوریدی هم باشی گناهگار هستی، اگر اشعری هم باشی گناه یک امری لازم است زلات میکنی در داخل اهل سنت هم میگم، اگر معتزلی هم باشی اگر شیعه هم باشی، گناه یک پدیده نیست که اجتناب ناپذیر باشه. گناه سر میزنه و اشتباهات سر میزنه، خطاها سر میزنه، بدعتها ظهور میکنه. جماعتهای مختلف ما در درون اهل سنت داریم که دارای بدعتهای بسیار قبیحه هستند. اما اهل سنت و جماعت اصول شمی است، امام ابو حنیفه رحمه الله اصول شمی است که ما کسی را به جز از شرک به پایان، شرک هم دون شرکل میگه، به پایان گناه را مرتکب میشه، ما به اثر گناه کسی را تکفیر نمیکنه. در حالی که طالبا بدون دلیل مردم کافر میگن، همه کسی که در قلمرو جمهوریت بود اینا مرتد میخواندن، منافق میخواندن، ما با حدم میخوندن. شیعه نظر به این کتاب که اساس و بنیاد مثلا شیعه را معرفی میکنه، شیعه کافر است از این لحاظ و اینا معتقد هستن که شیعه کافر است. اینها باور ندارن که شیعه امامیه با شیعه رافضیه متفاوت است، در حالی که در اصول اهل سنت و جماعت رافضیه را از امامیه جدا میکنن، امامیه را از فتواش استفاده میکنن. فقه علی مذاهب الخمسه نوشته شد، علی مذاهب مثلا اربعه بود داخل اهل سنت که چهار مذهب بود،
بعد در فتواهای مثلا ازهر و سایر مثلا فقها آمدن از اجتهاد مثلا مذهب جعفری هم چه کردن؟ بهره بردن در مسائل استفاده کردن، نه تنها کافر نکه از مفتابیهی مسئله و راجع بودن از او استفاده کردن. و این کتاب جهت میده و میگه اینا چی هستن؟ رافضی هستن. هر شیعه رافضی است و هر رافضی هم چی است؟ کافر است. شما استدلال چی رو دیدین؟ استدلالی که مولا انصاری داره میگه که اینا دشمنان ابوبکر و عمر و امهات المؤمنین مادر مؤمنین هستند. و فرق بین یزی و بین امو اصطلاحی که در اینجا هست چی انگلیسی هیچ فرق وجود نداره. چی مثلا عداوت و خصومت از طرف یک شیعه تولید شوه در میان امت اسلامی، چی امی عداوت و دشمنی و تکفیر از جانب مثلا یک سنی مثلا تبلیغ شوه که این سنی پاکستانی باشه، افغانی باشه، یا این سنی مثلا سعودی باشه، از هر مملکت باشه. دشمنی با امت است، دشمنی با اصول دین است، دشمنی با اصول اهل سنت والجماعت. من وارد بحث فقهیش در واقع نمیخوام بشم، میخوام بگم که آقا این بزرگان طالب، اینایی که الان توی کابینه هستن، اینایی که دارن تصمیم میگیرن به شما آب بدن یا ندن، اینهایی که تصمیم میگیرن با شما رابطه اقتصادی داشته باشن یا نداشته باشن، اینهایی که تصمیم میگیرن مرز شما رو به آشوب بکشن یا نکشن، کسانی هستن که اعتقادی تربیت شدن که سر به تن شما نباشه، اصلا اونا چشم دیدن شما رو ندارن. بعد شما هی داری رفتار اینا رو ماسمالی میکنی، متوجه نیستی آقا ارتباطی که داری میگیری از نوع ارتباط با یک دشمن باشد. بله میخوای ارتباط بگیری، خب بگیر، اما از نوع ارتباط با یک دشمن، نه ارتباط با یک مجموعه که هر روز سفیدش میکنی، تیم رسانه‌ای براش بفرستی، کمک فلان براش بفرستی. تا به حال میگفتین ضد امریکاییه که خب حالا دیدین، بیا امروز هم تقش در اومد که گرا میدن به امریکایی‌ها که دشمن خودشون رو وسط کابل بزنن. کدوم ضد امریکایی؟ چرا خودتون رو فریب میدید؟ این وضعیت های مولوی حسن واقعا در اینجا غیر قابل تحمل شده. یعنی من دیگه نمیدونم در افغانستان باید چه اتفاقی بیفته تا این رفقای ما باور بکنن آقا اون طرف مرز یک عده گرگ که لزوماً افسارشون هم دست خودشون نیست، به تعبیر زیبای احمد مسعود یک عده شبح هستن که اینها رو دارن اداره میکنن. هر موقعی که اون بادار به قول افغانستانی ها اراده بکنه، هر موقع اون ارباب اراده بکنه، ممکن اینو به جان ایران بندازن، به جان آسیای مرکزی بندازن. آقا میاد حذف میکنه، میاد به عاشورا رو از تقویم حذف میکنه. اون روز شیعه کار کردن رو حرام میدانن. خب از یک طرف شیعه کار کردن رو حرام میدانه، میخواد بره عزاداری، کارمند اداره فلان هم هست، اجازه رخصتی بهش نمیده، تعطیلی نمیده، اینم اصلا کارتون روز حرام میدونه، میخواد بره عزاداری خودش. کاملا معلومه که این داره دشمنی میکنه، میخواد اینو بذاره توی تنگنا. فهمش سخت نیست، نمیتونم چرا این دوستان اینقدر پافشاری میکنند. در هر حال ممنونم مولوی صاحب، اگر گفتنی دارید بفرمایید، بازم ما در ادامه میشنوید. فقط نمیدونم، ما خسته شدیم دیگه، یعنی ادامه این سیاست به ویژه بعد از اینکه این اتفاق ترور آقای ایمن زواهری رخ داد، فکر میکنم باعث آبروریزی تهران بشه. تهران باید در سیاست گذاری خودش تجدید نظر بکنه. یک چیزایی هم دیده شد، کمایی که توی اخبار اخیری که از درگیری مرزی همین دو سه روز گذشته دادن، خلاصه گفتن آقا طالبان حمله کرده و اینها بودن که آمدن خونپاره انداختن و بعدم درگیری بالا گرفته و در ادامهش. عذرخواهی میکنم وسط حرفتون اومدم، چیزی باقی مونده بفرمایید. این گروه از لحاظ اصول اعتقادی کاملا باورشان نیست که شیعه کافر است. امیال در کابل ذبیحه تشیع را حلال نمیدانند، در ولایات حلال نمیدانند. شما خبر هستید که در دانشگاه مثلا مضامینی مثلا مذهب جعفری را ممنوع ساختند، در حالی که در بس و مسائل از قضا شروع مثلا تا مسائل
احوال شخصیه و مسائل مثلا نصاب تعلیمی مثلا در دانشگاه ها و حضور داشتیم مسائل. اینا همیشه برداشتن. من فکر میکنم یک کسی که خودا به خواب بزنه ما نمیتونیم بیدارش کنیم. اگر اینا مثلا نفهمیده بودن ما میتونستیم بفهمانیم. امروز زبان میتونه بسیار مسائل بفهمانه. اگر کسی بخواه بوده که من نمیخوایم دیگر بفهمم، نمیخوایم دیگر گوش بکنم، مسیر را که انتخاب کردم این مسیر به پیش میروم، هیچ کسی نمیتونه ای را بیدار کنه و هیچ کسی نمیتونه جهت یزی را تغییر بده. ما یاد به یادم از خیلی تکان دینده بود زمانی که اینا رفتن به بلخاب، مردم بلخاب رو بکشن، یکی از نماینده های برجسته که خوب میشناسم ما اعلان کردن که جنگ فتنه امریکایی است. ما تأسف کردم زمانی که راه های مقدس مسیرش به مسیر شکم تغییر بده، باز امیر قم تعویلی بی بنیاد میکنن و تعویل انحرافی میکنن که باید جامعه را منحرف بسازن. کجا قصه این طالب اومده یک میدانی رو در کابل ماکت قدس رو ساخته اونجا گذاشته. از این ماکت قدس 100 تا گزارش توی این رسانه های ایران دادن. آقا ماکت قدس رو ولش کن، فرودگاه داده دست اسرائیلی ها. یعنی همین الان که خبری شما دادید من وحشت کردم. فرودگاه شیندن فرودگاه نظامیه، با مرز ما شاید 120 کیلومتر 150 کیلومتر فاصله داره. ایشون میگه با اطلاعات دقیق داره رادارها رو اونجا نیروهای خارجی مستقر میکنن. تو خوشحالی که توی یک میدون در کابل ماکت قدس رو گذاشتن، بعد خبر این که اسرائیلی ها اومدن و فرودگاه ها رو در اختیار گرفتن اصلا منتشر نمی کنین. همینطور که فرمودید فاصله بین کسی هست که خوابه و کسی که خودش رو به خواب زده. امیدوارم از این مرحله عبور بکنید. بازم من اصخایی میکنم دمیل اینقدر این ماکت قدس توی کله من هست روی اعصابمه، چون هی ازش عکس میزدن این دوستان توی فضای مجازی که بله طالبان نمیدونم ماکت قدس ساختن در میدان فلان در کابل. ناگهان اومدم باز این موضوع رو یادآوری بکنم. بفرمایید اگر نکته باقی مونده اضافه بکنید، ما هنوز یه 5-6 دقیقه وقت داریم. ما همین مراکزی که مثلا به دست عرب و اسرائیلی ها هستن، عکس از عامر سیب احمد مسعود امرای مثلا رامبرد است یا چی است، همون پروفیسور فرانسوی که مدت های طولانی با رفت آمد داشت پیش آمد سیب، اینا از سراسر بسیج کردن که مقاومت یهود چی میکنن، رهبری میکنن. عکس 2 سال قبلی که مثلا در مراسمی مثلا چی گرفته شده بود فرانسه، آوردن گفتن که در 5-6 روز داره رهبری میکنه. امی برادرها همگی این موج بسیار عاشقانه تبلیغ کردن و این جفای بزرگی که در دنیا و آخرت پاسخگو هستن مرتکب شدن. و امروز که مثلا من نمیگم، اسرائیل خودش میگه که من میدان یوهای به دستم هست، کمپانی خودش در اسرائیل اعلان میکنه از ما هست. مثلا خود قطر برای ما 2 نفر از قطر فرستاد همین خبر باری اول که اسرائیلی ها در میدان یوهای را گرفتن. اما اینا خود به خواب انداختن میخوان بگن نمیخوان. یک تصویر احمد مسعود خود اسرائیلی ها بیا دادن، اینا تبلیغ کردن که احمد مسعود اسرائیلی شد. وقتی اسرائیل آمده میدان یوهای را تمام مثلا رادارها را و کنترل زمین و فضای افغانستان مدیریت میکنن، اینا نمیبینن، بیدار نمیشن. این تبلیغ نیست، واقعیت است که وجود داره. به هر حال ما باورم این است که ملت ها بیدار شده جناب استاد و این مرحله با این شکل نمیمانه. و ما باور داریم که اگر به صدای ما که مثل آذان حی علی الفلاح است بیا به سوی رستگاری کسی گوش نکنه، باز اونو شلیک مرمی مثلا طالب افروختن آتش در سرزمین امن امان باز بیدار می سازن. و الا ما خب پیش از او گفتیم که این راه مسیر چی نیست، جز علاقت دیگه چیز در این مسیر نیست. اما اینا گوش نکرد.
هستی یعنی دو روز یا سه روز پیش ما شما دیدیم اینا قرار بود که یه تیره روان کردن که مسئله حق آب خود بگیرن حق آبه را بگیرن متصلی از اونا جنگ را اندازی کردن حمله کردن که تای قصایا ملتوی شود و پریشان حالی برود قضیه اصلا روی دست روی میز واقع نشود همه کس میفهمه که این ایجاد ماجرا برای چی است ما نیازمند هستیم که همسایه امن داشته باشیم همسایه با هم برادر داشته باشیم در سایه‌های دشمنی را زیاد کشورهای اسلامی خوانده نفاق‌های آمریکا زیاد به کشورهای اسلامی درس داده شده کتاب‌های زیاد نوشته شده که باید شیعه و سنی با هم درگیر باشه همدیگر را بکشد به صدها نیک هزارها جلد کتاب نوشته شد چاپ شد به پیسه اسرائیل کشورهای اسلامی رسید باید اینا هم دیگر رو بکشن اما ما باید اقلا بین دوست و دشمن خطمان واضح باشه ما نکنیم به خاطر مثلا امروز دشمن واقعی را دوست بگیریم دوست خود را در رویش بزنیم بگیم تو به حق نیستی آقای جعفریان درست نمیگه آقای جعفریان دلش به ملکش نمیسوزه به سرزمینش نمیسوزه به ملتش اخلاص نداره آقای مثلا متقی اخلاص داره آقای جعفریان فریاد میزنه ملت به مصیبت دچار نشه این مخلص نیست مگر کسی که مثلا سر و پایش تزویر و راه و روش مزورانه و فتنه داره اون مخلص باشه به منافع مثلا یک ملک و یک سرزمین روزهای پیش ما میگفتیم که مثلا تاجیکستان مورد هدف قرار میگیره سالها پیش میگفتیم امروز در دروازهش نیست با آسیای میانه سالها پیش میگفتیم این روز آمده این که دروازهایش نیست مگر و با جمهوری اسلامی همچنان اگر در دروازهایشان نیست این بازیگر کیست کی آورده کی نان میده کی پناه داده استاد یکم بس طولانی میشه اما من دلم میخواد امشب این باز بشه این بس با وجودی که ساعت 1:13 هم هست ببینید دوستانی که دارید میشنوید این بحثا یکی از دلایل مهمی که عزیزانی که پشت سر سیاست تعامل با طالب ایستادن و پافشاری میکنن اینه که فکر میکنن و مدعی هم طالب ضد امریکاییه امریکا رو شکست داد و خب ما هم همین موضع رو داریم همراهی میکنیم چرا این تصور غلطه؟ حالا در ادامه مولوی صاحبان اضافه خواهند کرد یک خود مسئولین امریکا اومدن گفتن که حالا من اسم اون مقامشم اگه لازم شد چند بار تو لایوا گفتم باز دوباره میگم معاون وزیر خارجهشون گفت ما مقاومت مسلحانه علیه طالبان رو محکوم میکنیم آقا این اگر طالب جنگیده با امریکا اگر امریکا مخالف با طالبه چرا نگرانه که یک عده علیه طالب بجنگن مگر نه اینکه اینها طالبان رو میگن تو لیست تروریستی خودشون دارن چرا دارن مخالفین رو از جنگ با طالبان منع میکنن دو تمام این مدت که داره هی میلیون میلیون دلار پول میده به کاورد به اسم کمک های بشردوستان مثلا برای زلزله پکتیا 60 میلیون دلار امریکایی ها پول فرستادن برای طالبان و شما میبینید حتی همون کمک های نقدی داره تقدیم نفرای خود طالبان میشه خب تمام این پول دستمزده این زواهی رو میزنن روز یک شنبه روز دوشنبه روز بعدش میاد یا روز بعدترش میاد همین الان توییترشون نشون دادن 40 میلیون دلار پول اسکناس نقد میرسه به کابل این رد و بدلای تجاری رو نمیبینین نمیفهمین که اینها با امریکا ساختن آخه درک این که سخت نیست که دیگه برادران من هر کدوم شما میتونید بفهمید که امریکا داره دو جانبه بازی میکنه از یه سو میاد به جبهه مقاومت دفتر میده به عنوان تنها کشوری که دفتر رسمی میده و شما دفتر نمیدید از اون طرف میاد همون جبهه مقاومت رو نفی میکنه که آقا جنگ مسلحانه نکن با طالب از اون طرف میاد از طالب امتیاز میگیره مکان ایمن زواهی رو شناسایی میکنه زارپی با موشک میزنه همینطور که آقای مولوی صاحب اشاره کردن باید یک ابزاری
یا گوشی تلفن آقای ایمن از زواهری، در کنار او عنوان نشانه و ارتباط برای جی پی اس موجود بوده باشه که موشک اینقدر هدایت شونده و دقیق بره به اون منطقه بخوره. آقای مولای حسام میدونن شیرپور مرکز سفارتخونه های مهم خارجی در کابل هست، سفارت ترکیه اونجا، سفارت آلمان اونجا، سفارت خود ایران اونجاست. تو قلب منطقه شیرپور میاد موشک میزنه و داخل یک اتاق یک نفر رو از آسمون و از امریکا هدایت میکنه، از بین میبره. این اگر ارتباط نیست اسمش چیه؟ شما دیگه چی باید بهتون ثابت بشه؟ باید چی رو بفهمید؟ از این باگی، این که میگم بازی دو جانبه است، بعد همزمان سناتوراشون میان از گوترش درخواست میکنن که آقا طالبان رو یه تعدادشون رو ممنوع سفر بکنید. همزمان میان میگن آقا 10 میلیون دلار ما برای خلیفه طالبان، برای آقای سراج الدین حقانی جایزه گذاشتیم که زنده و مردش پیدا بشه. آقا تو ایمن از زواهری رو که ناشناس نامعلوم گم بود میزنی موشک دقیق توی خونش، بعد میای جایزه میذاری برای یه زنده و مرده حقانی؟ حقانی که داری میگرده وزیر داخلی طالبان است، اینو که راحت میتونی با موشک بزنیش، چرا اینو نمیزنی؟ بزن، جایزش هم خودت بردار، نیازی نیست جایزه رو به کسی دیگه ای بدی. من فکر میکنم این دم خروس بیرون افتاده دوستان من، این دم خروس آشکار شده و دیگه چیزی برای پنهان کردن نیست. ذات امریکایی طالبا، ارتباطشون با اینها، این که حاضرن هر کاری بکنن، هر کاری، شاید اصلا به امریکایی‌ها تعهد بدن که آقا ما ایران ناامن میکنیم، شما در عوض ما رو به رسمیت بشناسید. بعد تمام عرض ما اینه که آقا شما اینو در نظر بگیرید، آمادگی پیدا بکنید. مولوی صاحب عذرخواهی میکنم، شما بد شدید، اینترنتتون از ابتدا مشکل داشت، یه مقدار زیادی صداتون قطع وصل میشد، چقدرم حیف شد، چقدر لایو امشب مهم بود، امیدوارم صدای شما با کیفیت مناسب ضبط شده باشه بتونیم اینو ما توضیح بکنیم. اگر که نکته‌ای نمونده در واتساپ به من اطلاع بدید که خداحافظی بکنیم، اگر نه نکته‌ای مونده درخواست بدید دوباره تا من بتونم شما رو اضافه بکنم. دوباره محبت بکنید به فرزند گرامی، بگین درخواستشون رو بفرستن تا من شما رو اضافه بکنم، لااقل خودتون از مخاطبین عزیز که تا این ساعت باقی موندن پای گفتگوی ما، خودتون از مخاطبین خداحافظی بکنید. به هر حال من میخوام این نکته رو بگم با نوع نکته آخر. ببینید دوستان من، اصلا نیاز نیست سناتورهای امریکایی نامه به گوترش بنویسن که بگن آقا این طالبا رو، اینها رو، رفت آمدشون رو در دنیا ممنوع کنید. مگر 100 تا تحریم برای ایران نذاشتن که بدون موافقت سازمان ملل دارن اعمال میکنن؟ همه کشورهای دنیا هم دارن رعایت میکنن. خیلی خوب، امریکا میتونه یک فرمان ثانویه بده، آقا همه کشورهایی که این مقامات طالب رو بپذیرند یا شرکت‌های هواپیمایی که اینها رو جابجا بکنن، اینها از نظر امریکا یا تحریمن و هر کشور و شرکتی که با اینها داد و ستد داشته باشه ما اونها رو تحریم میکنیم. اون موقع ببینید که چقدر اون تحریم امریکا اثر خواهد داشت. امریکا داره بازی میکنه. چرا نمی‌فهمید اینو؟ امریکا داره بازی میکنه با شما. یک بازی دو جانبه داره میکنه با طالب از یه طرف، از اون طرف هم یک گروهشون مدعی هن که ما به جبهه مقاومت دفتر دادیم و قص علی هذا به قول دوستان منبری، که جبهه مقاومت هم به اعتقاد من باید حواسش به این شیطنت امریکایی‌ها باشن. امریکا انگیزه‌ای برای به چال انداختن، برای در تنگنا قرار دادن طالب ندارد، قصدی برای این کار نداره. وگرنه اگر اینها رو تحریم بکنه، خودش تحریم بکنه و به بقیه کشورها بگه اگر که با اینها ارتباط بگیرین یا شرکت‌های هواپیمایی اینها رو جابجا بکنن ما اونها رو تحریم میکنیم، هیچ کس این کار نمیکنه. همون بلایی که سر ایران آوردن دیگه. ما نمی‌بینید با ایران چه کردن.
خب مولوی صاحب خوشبختانه اضافه شدن. به هر حال من نکته خاصی ندارم به عنوان آخرین بس وقت رو میگذارم در اختیار مولوی صاحب. فقط قبل از اون یک ویدیو پخش کنم مولوی صاحب آخر شب برای رفع خستگی و به قول روحانیون برای ادخار صدور فی قلب مومن ویدئوی بامزه‌ایه از همین آقای مولوی صاحب انصاری. امریکا آمده در خانه اینها مهمان اینها رو و کسی که نان در سفره اینها میگذاشته رو کشته. هیچ کارم اینها نتونستن بکنن، فقط یک کلم محکوم کردن. حالا ببینید این آدم نادان چی میگه. این خیلی باوزه است دوستان، تا این ساعت شب موندین، اگر همین لحظه بزرگان این تا این ساعت شب بیدار موندین اینو بشنوین یکم خستگیتون در بره. این را قسم یاد می کنم که اگر همین لحظه بزرگان امارت اسلامی اجازه بدن مجاهدین جان بر کف تمام دنیا را اگر بزرگان امارت اسلامی اجازه بدن مجاهدین جان بر کف پرچم لا اله الا الله را در کاخ سفید آمریکا آقا مجاهدین امارت اجازه دادن برین درقلاب کنین پرچمتونو، اومده تو خونه شما میزنه دماغتونو نمیتونین بکشین بالا، بعد میگی پرچم امارت رو میبریم توی کاخ سفید میزنیم. بفرمایید مولوی صاحب، خوب بود آخر شب ادخال سرور میبتون است. واقعا جالب بودی، هر وقت یادی من میایه این بسیار خنده داره، واقعا مزه داره. این در نوای معجزه هم نیست، در نوای کرامت هم نیست، در نوای من نمیدانیم این که از کدام نو، در عقلانیت هم نیست، این نمیفهم که از کدام نو خط هست و از کدام نو پیروزی هست که اینا دارن با تیاره بی پیلوت میده پیش ریاست جمهوری در پیش رئیس الوزرا در 500 متریش میمانشانه پدر معنویشانه و راکت میزنه. باز اینا میگن که ما محکوم میکنیم، دیگه گفم ندارم، میگن محکوم میکنیم. و این مفتی اعظم هم گفته که اجازه بدن، اگه اجازه بدن پرچم در کاخ سفید بلند میشه، جهان فتح میشه. معلوم میشه که احساساتی که بر عقل غالب شوه، وقتی مثلا جوش بر هوش انسان غالب شوه، وقتی مثلا حالتی مثلا هوای درون انسان موج بگیره، انسان از مدار بیرون کنه، همی خیالات و همی مثلا مثل شعرها و فرامرز و فرامرز با آسمان ها عروج میکنن، به تحت سرا میروند، دنیا را فتح میکنن، بر میگردن. جالب است صحبت جمع میکنیم جناب استاد. این قضیه که رخ داد اولا لکه ننگ به پیشانی و به تاریخ حاکمیت طالبان است. قضیه که در کابل در روزی یک شنبه رخ داد که هنوز قابل عزیز که بشینیم ماجرا بهتر واضح‌تر شود که ماجرا چیست. طالبا آیا به جنازه از این چی میکنند؟ آیا به دفن و تجهیزی از این چی میکنند؟ آیا اینجا ملا هیبت الله هم که در به قول خودشان در تالار خیمه گفت که ما دنیا اگر به اتم بم بزنه تعامل نمیکنیم، حال ببینیم که تجهیز و تکفین از شعائر دینی است، اینا چی میکنند برابر ازو؟ اونجا خوشعار دادن که باید بم بزنن ما تعامل نمیکنیم. این احساسات است. استراتژی عمل با امریکا است، تعامل است. یا در اعلام بر اغوای مردم یک چی میگن، در پشت پرده با تعامل به پیش میروند.
با توافق امریکا را میگن بیاین اینجا مهمان ما هست براکت بزن. این دیگه کاملا روشن است. اگر چنین نبود امریکایی ثابت شد وقتی میتونه داخل یک کلکین کسی را بزنه یک قطارهای تانگوهای را که رها کردن به شما اینا را زدن نمیتونست نابود کنه به شما تسلیم داد. بپذیریم که به شما تسلیم داد. او شکست نخورده بود. شما توافق کردین به دور تسلیمی گرفتین. این تجهیزات 7 میلیارد دلار یا 85 میلیارد دلاری را که اینا به شما ماندن. در تیاریشان هم دوباره شما را انتقال دادن داخل آوردن. دولت غنی را فلج کردن بر شما سپردن. این دیگر معلوم میشه که در وقت بی پیلوت میایه یک در یک روزنه را میتونه بزنه. آیا این تانگای زرهی را امریکا نمیبینه چشمش که شما اینا را سوار میشین بر بالای فرق سری مردم غریب اینا را استعمال میکنین؟ آیا این نمیبینه؟ اینا گم شده بود از پیششان. یک نکته رو دقت کردید. آقای بایدن توی سخنرانی خودش یک کلمه از طالبان حرف نزد و بد نگفت. فقط گفت ما پیروز شدیم و زدیم و دشمن مردم و امریکا رو کشتیم. از یک طرف هم اومدن 10 میلیون دلار جایزه گذاشتن برای سراج الدین حقانی. آقا تو که میتونی ایمان زواری که ناپدید است گمه اینو بزنی؟ آقای سراج الدین حقانی که وزیر داخلات هر روز داره میچرخه در کابل و اونم راحت میتونی بزنی. این نشون میده که اینا چقدر دستشون توی همه، یعنی اینکه امریکایی‌ها همینطور که اشاره کردید خودشون تسلیم کردن و الان هم ارتباط دارن با طالب. وگرنه شما 10 میلیون دلار جایزه میذارید بعد ایمن الظواهری رو به این آسانی میزنید؟ نمیتونید سراج الدین حقانی رو بزنید؟ در سخنرانی تام آقای بایدن یک کلمه از طالب نام نمیبرید؟ این نکته نیست به نظر شما؟ اینم خیلی خوب اشاره کردید که خیلی نکته خوب اشاره کردید که این دوستان ما در اینجا بر اساس یک عکس برنارد لوی بحث میکنن که آقا صهیونیست ها در پنجشیر بودن و کی بودن و چی بودن. بعد حالا که یک شرکت اماراتی ها که دماغ خودشون هم نمیتونن بکشن بالا، تمام فرودگاهشون دست امریکایی ها و اسرائیلی هاست. حالا اونا که اومدن فرودگاه افغانستان در اختیار گرفتن و ثابت شده اصلا مدارک در فضای وب موجود، الجزیره هم اعلام کرد این شرکت مستقیما توسط یک شرکت اسرائیلی تمویل میشه، اینجا حتی خبرش منتشر نمیکنن. این هم خیلی نکته خوبی بود، من یادم رفت شما اشاره کردید. بفرمایید این نکته بایدن و اینکه اینها لااقل میتونن آقای حقانی رو بزنن به جای که 10 میلیون دلار برای زنده مردش جایزه معلوم کنن. بله، من باورم همی است که یک پیچیدگی های استخباراتی است. کاملا قضیه افغانستان تحت مدیریت استخبارات است. همزمان شما بایدن دیدین، بایدن یک جمله پایانی هم داشت که ما کارمان ادامه داره. خب اگر طالب در کنارشان نیست، هم پیمانشان نیست، لطف کنند در برابر امریکا اعلان جهاد بده امیرالمومنینشان. بگوید که ما امرای جنگ میکنیم، لطفا اعلان کنند. اگر اینا هم پیمان نیستن بایدن اعلان کرد، شما اعلان کنید. شما خود گفتین این نقض پیمان دوحه است. وزیر خارجه امریکا گفت که شما صریحا با جای دادنتان پیمان دوحه را نقض کردین. و بایدن میگه که این برنامه ادامه داره. اوباما بسیار به خوشحالی گفت ما میتونیم که مثلا دشمنای خود نابود کنیم. من یادم است از دور قبلی هم امی امیرخان متقید پیش موتر انصاف موتر شرکت میکرد، دو موتر عربا هم اینجا بودن. دو موتر عربا را امریکایی ها زدن، متقی را نزدن. پیش مسجد ما موتر عربا را زدن که ناجوها هموز خشک شده، دیگه ناجو نیست. ملا معازلا که پیش از یا بود موتر اول بود، دو موتر عربا بودن، عربا را در امو زمان هم میزدن. بازی همو طور بود. در اون زمان هم وحدت کاری وجود داشت. این عربا وقت دولت اسلامی سقوط کرد از کابل، اینا بی‌پناه شدن.
آمدن پروتوکولی های مثلا استخبارات منطقه که دخیل بودن اینا رو زیر پوشش مثلا طالبان نگاه کردن، اما وقتی عملیات ها شد تا جنوبی هم فقط اینا عربا رو زدن، یک تا طالب در زمان حمله امریکا در افغانستان کشته نشده، یک تانه طالب، یک موضع طالب ها. شما شاید در وقت در افغانستان می بودین، کس ثابت نمیکنه که در کاروانی که طالب ها فلان جای رفتن فلان جای رفتن یک لشکر از افغانستان برامد جای را امریکا اینا رو نزن، اینا رو به سلامت مشرف دوباره میمانداری کرد. خواست امو زمان هم اینا عربا را میزدن، بازی به می قسم او عربای بودن که با جمعیت اسلامی اینا در چی بودن؟ در جهاد بودن. بعد استاد ربانی خیلی با اینا خدا رحمتشون کنه برای زینا مثلا میگن حدودا 80 فامیل چقدر تابعیت هم داده بود، اما وقتی اینا متواری شدن از کابل رفتن اینها را از مزار به شکل انتقال دادن به کابل، مختلف نقاط دوباره آوردن به سایه طالبا، به سایه طالبا و طالبا یک جای کردن در جنگ علیه مجاهدین. این بخشی مثلا مصریای بودن، فراریا بودن، مثلا از زندانای مثلا مصر بودن و هم بقیه از سودان بودن، از کشورهای مختلف بودن. در اون زمان هم این بازی بسیار عمیق بود. در این دور هم که آمده شما ثابت کسی نمی کنن. ما هزار سندی مثلا تلویزیونی و پارلمانی و وزارت ها وجود داشت که طالب ها مثلا در هلمند 18,000 طالب انگلیس ها چی میکنن؟ اگمال میکنن. ثابت بود که در زابل چقدر تیارا مثلا اگمال میکنن. ثابت بود که در قندوز چقدر تیارا انتقال میده طالب ها رو جای به جای میکنن. همی آقای کرزی و آقای عدمر و آقای استانکزی این همی ها با سی های امگام با انتلیجین سرویس امگام همی کارا رو میکردن در همی مملکت. ما تعجب میکنم با او عاقلی که بگوید که این جریان زیدی امریکایی بود. درست است که امریکا را کشورهای همسایه بیچاره ساخته بودند. روسا، ایرانی ها و بقیه متحدین چینایی ها قدم به قدم منافع امریکا را در افغانستان تهدید میکردند. و کجا بود مثلا این مخالفتی از اینا؟ مثلا بسیار چی است؟ اسناد است. حال وقتش نیست که بگویم اسناد است که وکلای زابل قیام کردند درون پارلمان، فریاد بلند کردند. فیلمایش وجود داره که ما در وطن ما تا هلیکوپترهای امریکایی مثلا مواد به طالبات تسلیم میده، قوا را انتقال میده. ای تا به انتقال کابل انتقال قدرت همی رقم پیش رفتن. ای که مثلا بدنه های زیر مجموعه طالب نمی فهمن، ای شک نیست که نمی فهمن. زیر مجموعه طالب باورش همیست که من امریکا دشمنم هست، ای خب شک در این قضیه وجود نداره. اما ای که مثلا ملا برادر میره در دوحه پیمان دوستی امضا میکنه، انتقال قدرت امضا میکنه، در ای هم شک وجود نداره. در این که مثلا ایمن زواهری را میفروشن، پیسه میگیرن، او را به تیری مثلا امریکا میبندن، در این هم شک وجود ندارن. در این که امریکای ها تمام تأسیسات و تجهیزات سالم برشون تسلیم کرده، این هم شک وجود نداره که ایج آقلی نیست که این کار بکنن. و این فتح نبود، این تسلیم دادن بود که تسلیم دادن. در این هم شک وجود نداره این میلیون ها دلار اینا برای به چه دلیل برای از اونا تسلیم میکنن؟ اگر دلتان به مردم می سوزه خب پشت دروازه مردم یک بجارت ببریم بارید. در کجا بردین شما به مردم که مثلا زیر سیلاب ها مثلا مان زیر مرمی و تان کشته می شود، در قله های کو بخانه شده، زیر برف و باران مانده، شما چرا پیسه را مثلا آرد و برنج و روغن نمی خرید در خانه مردم برای تسلیم کنه؟ اینقدر یونما تسلط هم در افغانستان داره که بر خانه قادر است که مثلا آدرس شمداره ببره. شما مثلا پیسه رو تسلیم میدین به ملا برادر و ملا یعقوب، به دنیا میگن که ما به رفع مثلا نیازمندی مردم افغانستان داریم. پیسه رو تسلیم میدین به طالب، میگن که ما به سیلاب زده های پکتیا مثلا چی داریم؟ کمک کردیم. شما میگن با پیلوت مثلا در کشور عملیات میکنن، میگن ما به حریم افغانستان احترام داریم.
مداخله نمی کنیم در امور افغانستان. این آقایی رو بدین تو کی داده که بیای به قلمرو داخل شوی خودتن به اشتیای خودت عملیات کنی با زور افتخارم به سر دنیا بفروشی فخر فروشی هم کنی بایدن که من رفتم زدم. این خانه خودت بود زدی، این مثلا باقی امریکایی بود زدی یا این یک کشور است، این مرز داره، قلمرو داره، فضا داره، حریمی ممنوعه داره، حریمی قابل اجازه داره. تو از کی اجازه گرفتی رفتی زدی؟ چرا ما استقلال مستقل هستیم میگیم؟ چرا نمیگیم لشکری نیابتی هستیم؟ چرا نمیگیم که لشکری مثلا وابسته هستیم؟ چرا نمیگیم که ما با دست بیرونی آمدیم، با دست بیرونی زندگانی میکنیم؟ ما برنامه نه به ملک داریم، نه به مردم داریم، نه به وطن داریم. واضح است، روشن است. یک کسانی مثلا عاشقی از اینا هستن، چی در جمهوری اسلامی ایران و چی در دیگر جای عاشقی از اینا هستن، ای امو مثال شیخ عطار میده، میگه که مار را که از بیرون سعی کنیم، مار بسیار زرق و برق زیبا داره. عاشقی مثلا امو زرق و برق و چیایش میشه، نقش و نگاری که مار داره انسان امیر قم عاشقش میشه. تا زمانی که زهر مار ای را بیوش نکنه و در نه، تا او روزی عاشقی از امو خط خالش هست. بسیاری هست که عاشق خط خالی از اینا فعلا هستن که با شعار همسو هستن، با گپ همسو هستن و دی محرم مثلا بسته می شود، نوروز مثلا بسته می شود، مساجد بسته می شود، ذبیحهشون ممنوع می شود، از قانون مثلا حق مثلا مذهبشون گرفته می شود. اینا همه اینا میگن که خب باوری از اینا می هست که درک از این دارن که طالب به خون تشیع تشنه است. ولی ما به پالیسی شاید همه قبول کنیم که اگر بتانیم از میان هزارها قتلی که اینا میخواهند بکنن، اگر بتانیم چیزی کم کنیم، جلوگیری شوه که کمتر کشته شوه. اگر میخواستن جویبارهای خون از تشیع تشکیل بدین، اقلا تلاش ما برمی برسه که مثلا جویبار نشوه، یک مقدار خون کمتر از جویبار شود. این تعبیرات شاید یکی از مؤلفه ها باشه که هست، ولی ما باور ما این است که بایی تو چی زمانی بایی قسم بایی بازی مثلا زندگانی کردن، بایی تو چی زمانی، با چه زمانی میتونیم ما با این رقم مریض، معلول، رنجور، عاقبت نامعلوم پیش برویم؟ همه کار بیمارگونه، مریض، کج، دیپلماسی کج، مثلا مقاصد کج، همه چیز در بیراه و پیش برویم. جناب استاد، و از طالبا امی قسمه که آمدن گرفتن و امریکایی ها برشان با متحدینشان با شمول پاکستان تسلیم داد و همراه مثلا جمهوری اسلامی ایران با بدنه ها خودشان اینا هم همکاری کردن و روسا هم همکاری کردن، چینایی ها هم همکاری کردن که اینا باید جای اقتدار امریکا را پر بکنن. مطمئن باشین که امور رقمی بسرعت تسلیم دادشده، بسرعت اینا رها میکنن، به سرعت می روند، نه این قسمی که متر به متر بروند. امروز اگر مقاومت در یک جغرافیا هست، او جغرافیا مثلا دامنه کوی هندوکش است، از جبل سراج مثلا تا پامیر نقشه کاری است، این مسلم است که هست. قربانی هم داریم، رنج هم ملتمون می کشد، درد هم می کشد، ولی مطمئن استیم که خداوند این مظلومیت از ما می گیره، می بره و این ستمگرم باقی نمیمانه در این بود. اما آخر نتیجه به این میشه او کسانی که دست ستمگر گرفت و با کارد دست ستمگر به گلوی ما فشد، به تفنگ ستمگر مرمی داد، به تانگش تیل و مثلا نفت داد، به جیبش خرچی داد، آیا ملت ما فراموش میکنه؟ آیا ما فراموش میکنیم که شما امروز با کسی مثلا امیاری میکنی که اونا خون ما را می نوشند؟
اونها مثلا اصل بودی ما رو از ما میگیرن، اونها شرف و عزت ما رو از ما میگیرن، اونها سرزمین ما رو از ما میگیرن، شما با اونها همکار هستین. اینه ما اگر فراموش کنیم حافظه ما ضعیف باشه، تاریخ فراموش نمیکنه، ملت فراموش نمیکنه، بازی جبران نداره، احساس کنه کسی ما جبران میکنیم، این جبران نداره. ملت های با هم متحد، هم فکر، هم فرهنگ، اینا رو مثلا قمار سیاسی زدن با یک جریان مثلا که افرادش و اعتقادش همه جا رو با آتش کشیده، با این بازی کردن بگوی که این هم از باب دوستی است که ما به خاطر با شما دوستی داریم، دلسوزی داریم، با اینا که روش را انداختیم که شما زنده بمانیم. کجا زنده ماندیم ما؟ کجا زنده مانده این ملت؟ هنوز شما موترش تیل پر میکنین و گاز میندازین و خانهایشون روشن میکنین، شبکه های تلویزیونیشون فعال میکنین و جیبایشون خرچی میدین و از شما میگیرین که تا به خانهای ما در سر کوههای پنشیر و اندراب خست برسن که اولاد ما را در گواره بکشن. همین نه تیل شما نیست در موترشون، این پیسه شما نیست در جیبشان، همین مرمی شما نیست در تفنگشان، طبعاً است. اصلا درد از این بالاتر استاد. این شهیدی که در مرز سیستان و بلوچستان، شهید صیادی که به شهادت رسید، من که نمیدونم چقدر دقیق بود، اما گفته میشد با همین اسنایپرهای آرش که ساخت خود صنایع دفاع هست به شهادت رسیده ایشون. من در این باره نظری ندارم، شاید مثلا دروغ باشه خبر، اما توی اون کشمکشی که توی مرز دو قارون اتفاق افتاد، یک عکسایی از طالبان منتشر شد که به سمت ایران سلاحاشون رو گذاشته بودن و منتظر درگیری بودن و تک تیراندازهای آرش بود، یعنی سلاحای ساخت خودمون دستشون بود و این از این بیاید بیرون که شما گلایه بکنید، ما گلایه بکنید. آقا دارید چی کار میکنید؟ با همون تک تیرانداز داره میزنید نیروی کادر این مملکت رو میکشه. یک جایی باید این ارتباط قطع بشه. بگذاریم، حالا فرمودید جنبندی و بحث پایانی، من یه تأکیدی بکنم و یه سوال خیلی کوتاه در حد یک دقیقه خاصی جواب بده، اگه نه خداحافظی میکنه. یک نکته بسیار مهمی را آقای مولوی حسام گفتن دوستان من. اگر این ویدیو بعدها برش خورد، دوستان دیگری در افغانستان دیدن، آقای بایدن گفت برمیگردیم. الان هم حمله کرده به خانه شما در وسط کابل، در امن‌ترین محله، یه مهمان شما رو حضرات امارت اسلامی کشته است. خیلی خوب، چرا شما دارید میرید در اندراب و در پنجشیر جهاد میکنید؟ اونها مگه آسیب به شما رسوندن؟ چرا به خونه های اونها میرید جهاد میکنید؟ بفرمایید علیه امریکایی ها الان جهاد بکنید. آقای ملا هبت الله، مگر نه اینکه آمدن بدون اجازه شما با آسمان کشور شما که مدعی حاکمیتش هستید تجاوز کردن، اون شک زدن، کسانی رو اونجا کشتن، چرا اعلام جهاد نمیکنید؟ چرا فقط به یک ابراز تأسف و محکوم کردن بسنده می کنید؟ خیلی نکته مهمی بود، خوب شد که یادآوری کردید. این سوالی که حالا اگر دلخواهتون بود جواب بدید در حد خیلی کوتاه، اگر نه که خداحافظی می کنیم، اینه که فکر می کنید تأثیر این اتفاق، ترور آقای زواهری توسط امریکایی ها بر جبهه مقاومت چی هست؟ بعضی از دوستان تحلیلشون این بود که این به ضرر جبهه مقاومت هست، به سبب اینکه یک پیروزی بزرگ برای طالبان، چون ایمن از ظواهری رو از سر راه برداشتن و حالا دیگه آسان‌تر برای به رسمیت شناخته شدن میتونن لابی بکنن، و ادعا کرده بودن کشته شدن ایمن از ظواهری ضربه بزرگی به مقاومت، چون امریکا و استخبارات طالبان نزدیک شدن به هم و دیگه همه باید بعد از اینکه القاعده خلاص شد متواقی باید با طالبان بیعت بکنن. تحلیل شما چیه؟ اینو قبول دارین این حرفو؟ نه، این تحلیلات طفلانه است. با باور من انتظار طالب همون قسمه است، ولی ایمن الظواهری
صدها ایمن زواهری دارن، بدیلش هم اعلان میشه، منتظر باشین، جانشین هم اعلان میشه و امیال در ادارات دولت حضور دارن، اونا با رکنه های بسیار کلانشون حضور داره، اونا اعلان میشه، دوباره با میدان میاین، کار میکنن. این سازمان در سطح بین الملل حضور داره، با کشتن ایمن زواهری و با ترور ایمن زواهری این حلقه نه مفقود میشه، نه از بین میرود، نه این بازی خاتمه پیدا میکنه. این یک فروش مبدعی استفاده کردن ولی این به نتیجه نمیرسه. همزمان که جاینشینش اعلان شوه دوباره قضیه اثر گرفته بشه و ما باورم این است. این که مقاومت، باورم این است که مقاومت به این اندازه نباید گپای فکری پایین داشته باشه که شکاری امریکا را ما افتخار کنیم. اگر ایمن زواهری در جنگ رویارویی با مقاومت کشته می شد، این کار مقاومت بود که آمده بود بر بالایشان زدن. اگر امریکا با ایمن زواهری در معامله می گیره می کشه، مقاومت در اینجا مثلا حتی مقاومت هم افغانستان جز قلمرو خود می دانه و این جای سعادت نیست که ما ایره برای مقاومت چی بدانیم. بگویم که مقاومت با دشمنی که مقابله داره، چی با آمد سه بشهید مقابله کردن با ساشه، چی امروز مقابله میکنن. ما با عملیات امریکا نمیخواییم که هیچ چی باشیم. حتی مرا مایه ذلت و خسران و سرفکندگی میدانه میره که امروز ای کار شده در ملک ما شده. ما طالبان مثلا صاحب ملک ما نمیدانیم، ما طالبان مثلا نماینده سرزمین ما نمیدانیم، ما طالبان مربوط یک شبکه های مخصوص میدانیم و این ملت عزت شمی امریکا پامال میکنه. ما با کجای از افتخار کنیم؟ اگر میمان ما میبود شاید بدتر از این ما مثلا فکر میکردیم. این که میمان طالب و پدر معنوی طالب بود، طالب باید پاسخی از این بگه، ما پاسخگو نیستیم. و اگر ما میبودیم در این موقع پاسخی را میگفتیم که آمد صاحب شهید گفته بود. هر متجاوز به ما ولو که در هر رنگ قالب باشه متجاوز است به ما. اگر ایبت الله وابسته نیست، امارت وابسته به امریکا نیست، اعلان جهاد بدن لطفاً که ثابت شد و اینا وقتی قلمرو نقض شده، حریم شکستانده شده، تجاوز در خانه صورت گرفته، تجاوز هم نظامی بوده، با بم بوده، بارود بوده، بدون اذنت بوده و وحشت هم ایجاد کرده، لطفاً بگو که من دیگر با تو جنگ دارم. اون قسمه که بایدن اعلان جنگ کرد، شما اعلان جهاد تانه بدین بالای امریکایی. با فرار و با گریز به دیپلماسی خوب با ملت خوب خبر داره که نمیشه. ما باورم این است که مقاومت در اینجا نباید به فکر برابرداری این گونیش باشه که مثلا کسای مطرح کردن. مقاومت خودش باید داعیه خود داره، مبنای فکری خود داره که دفاع از ملک است، دفاع از سرزمین است، دفاع از استقلال است، دفاع از آزادی است، دفاع از ملت مظلوم است. هر کسی مرزهای دفاعی را نقض بکنه و مقاومت پدیده مثلا مورد قبول نیست، دشمنی است. این که حالی ما در جهت کار نیستیم، طالب پاسخ بود. بسیار دقیق فرمودین. یعنی به عمر صاحبم که اشاره کردید، من خودم دقیقا از ایشان یک خاطره مشابهی در ذهن دارم. بیس فرمایش شما اینه که تروریسم محکوم از نگاه مقاومت، این که به یک تروریست حمله بشه و اون تروریست کشته بشه مقاومت خوشحاله، اما این که به یک ملک حمله بشه، حق حاکمیت مردم یک ملک نادیده گرفته بشه، با همین جریان مقاومت اگر ارتباط گرفته میشد، از اونها نظر خواسته میشد، چه بسا موافقت هم میکردن، اما این که بدون مجوز، اینکه همینطور شما فرمودید سرشون رو بندازن پایین انگار که دارن در کشور خودشون یه کاری میکنن، وارد این سرزمین بشن و این کار بکنن، طبیعیه که خب این تجاوز، این رفتار محکومه. شاید نتیجه اون خوشایند بوده باشه اما اصل رفتار محکومه. یک جمله ایران خیلی از دوستان من
جعل کردن. بعضی از همین دوستان انقلابی میگن جعفریان گفته که عامر صاحب در پاسخ به این که اگر ایران حمله میکرد به طالبا شما چه میکردی؟ جواب داده که اون موقعی که بچه های ما رو در مزار شریف شهید کرده بودن، میگن که آره جعفریان گفته، عامر صاحب گفته من از طالبا دفاع میکردم و با طالبا یکی میشدم. اگر جوان مردین لاقل اصل مطلب رو درست بگید. مصاحبه انجام شده، در تمام فضای مجازی موجوده. سوال من از ایشون این بود که اگر ایران به افغانستان حمله می کرد، نگفتم به طالبان، گفتم اگر بعد از اون اتفاقی که در مزار شریف افتاد ایران به افغانستان حمله می کرد، شما چه می کرد؟ گفت من از افغانستان دفاع میکردم. گفتم حتی اگر مجبور میشین با طالبان یک جا بشین؟ گفت بله، از افغانستان دفاع میکردم. هر کس که به افغانستان حمله بکنه دشمن محسوب میشه، من دفاع میکنم. بعد مثال زد، گفت در زمانی که ما با نجیب میجنگیدیم، وقتی که پاکستانی ها حمله کردن از جنوب به افغانستان، من به دکتر نجیب پیام دادم که آقا بیا ما جنگ متوقف میکنیم، یک خط بنداز برای ما در مرز افغانستان با پاکستان، ما نیروهامونو بیاریم با پاکستان بجنگیم. و عقلم همین ایجاب میکنه، ای کاش ایرانی ها اینجوری بودن و مسعود رجوی نمیرفت متحد صدام حسین بشه و میامد همین باور داشت، در کنار مردم خودش قرار میگرفت و با دشمن کشورش میجنگید. نمیدونم مولوی صاحب، ما میشکیم که شما را از دست دادیم، حالا یا صدای منو نمیشنیدید یا نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود. به هر حال اون ماجرا و نقل قولی که از من میشود، این نقل قول رو درست نقل بکنید، این دوستان به جای افغانستان میگذارن طالبان، بعد جمله رو نقل قول میکنن و بعد جعل میکنن، در واقع میان یه جوری دیگه ای تعریف میکنن ماجرا، باعث میشن که از ماجرا نتیجه غلطی گرفته بشه. وگرنه که اون خاطره نشان دهنده اینه که اون مرد، یعنی جناب آقای احمد شاه مسعود، یک موجود وطن پرستی بود، یک چیزی که خود پیامبر فرموده است که حب الوطن من الایمان، که آقا دوست داشتن وطن از ایمان انسانه. در ایران هم باشین صادقه، در چه میدونم عربستان هم باشید این صادقه، در افغانستان هم باشید. بگذاریم، من صحبت خاصی ندارم، فکر میکنم که ارتباط ما هم دیگه قطع شد با مولوی صاحب حسام، خداحافظی هم کردن، پاسخ سوال آخر رو هم دادن. خیلی هم ممنون از مولوی صاحب، دیر وقت هم شد، ما میخواستیم دیگه حد اکثر سر دو ساعت تمام کنیم، تقریبا دو ساعت و 20 دقیقه شد، 2 ساعت و 25 دقیقه داره میشه، ما رو ببخشید. گفتنی خاص دیگه ای ندارم، کمک کنید که این لایو ها دیده بشه، حرفمونو بتونیم بزنیم. امشب خیلی تک تک شد ولی واقعا حرفای مهم میزده شد، امیدوارم که گوش هایی باشن که این سخنان رو بشنون و بهش ترتیب اثر بدن. هر کجای دنیا که هستید، تا سلامی دیگر، تا گفتگوی دیگر، تا درودی دیگر، تا لایبی دیگر، بدرود، مراقب خودتون باشین، خداوند نگهدارتون باشه، عزاداری ها و حضورتون در حیات هم در این ایام مقبول درگاه الهی. یا علی مدد و خدا